مهدی هم صدات میتونیم آره مهدی نیست نه دقیقا برای تحکید داری فکر کنم گوشی موشیت هم اگر من گوشیم همیشه پر... چیزه سالنت ولی پرواز پرواز که میتونم خوب. اگه بخواده من گذاشتم اون طرف همین چی فور مشتی هستی؟ مشتی و پر چطوری؟ خب آلیا خوبی همه چی خوبه شما خوبی اوکی من توپ توپم دمت هم گرم که اومدی از تو با ثروتت ما خیلی اینترستدیم که ببینیم واقعا توی اسپاریفای چی کار میکنن و, تو یه دوره زیادی مثل که توی اسپاریفای کار کردی بعد الان اومدی ایران داری ایران بله. کار میکنی بله خوشت نیمد از اسپاریفای <تصفح> 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 ببین کلا اصلا حالا هم با استوکوم حال نکردم کلا یه کلا محیط عجیب غریبی اون تو زندگی کردن. هم بخاطر شرط آب و هوایش هم بخاطر که وحشتناک سرده و اینکه که... اه... کلا Uh, تو وقتی تا یه تایم می شروع میکنی مثلا به اکسپرت شدن و یه تو حوزه هی کار میکنی روتر می uh, دیگه از اینجای واقعا خسته میشی یعنی شروع میکنیم این که ذهنت جنرالیستر میشه این فکر میکنی که خب اوکی نکسش چیه الان من این کار هی دارم روتین دارم تر... تکرارش میکنم و نکسش چیه و خب من واقعا توی جایی از سپاتفای رستم که واقعا دیگه نمیشه تای یعنی واقعا ما اون جایی که فکر می‌کردیم رسیدیم یعنی ما مثلا KPI اومد از اون بالا از سمت پروداکت و بیزنس که آقا به این KPI باید میت بشه مثلا مثلا ککمون برسه تو زمینه تقریباً به 1 یورو و خب اولی که ما استارت کردیم تقریبا 4 یورو بود و خب برایشون خیلی این چیز بود که خیلی گرونه و خیلی خوب نمی‌صرفه مثلا باید کی کار کنیم و ما وقتی رسیدیم به اون عدد اینکه خب حالا بعدش چیکار باید بکنیم و خب گفتم اوکی بریم نیکس پراجکت نیکس پراجکت چی بود گرین پروژه گرین روم بود که عملا مثل کلاب هاوس بود رو این بیام کار بکنیم که خب اون خودش یه پروژه دیگه بود یعنی این پروژه واقعا عملا به نتیجه رسید و خب ما اون تجربه اولش خیلی جذاب بود اولش اینکه که یه کم دپرشن میشی و اینکه واقعا فکر میکنی از ایران میری خیلی سر بلدی ولی وقتی میرسی بهش میبینی که چقدر فاصله داری تو از ایران اپلای کردی برای اسپاریفای و از ایران رفتی به تجربه قبل چی بود که اینجا کار کردی چه و چه جوری از ایران افلای کردی فهمت. و اونا چه جوری ببین تجربه من این که خب من از یه جایی شروع کردم که خب تقریبا میشه گفت رفتی زیاد فضای اتک و حوزه حالا که دارم گروس هکن کارم میکنم نداشت اولش چجوری بود این که من توی مجموعه کارم که به اسم رهنما که خب خیلی مجموعه قدیمی بود و تو حوزه کارم کرد خب یکی از پروژه بزرگشون وس بود که خب بخش اصلی ترین حوزهشون همون حوزه بود من تو حوزه استارتاپش خب شروع کردم خب سنم هم کم بود و اونجا شروع کردم هی ریسرچ کردن بعد به این نتیجه رسیدم که واقعا فضای اتی خیلی جذاب تر و خیلی جالب‌تر میتونم باش استارت بزنم با اتک استارت زدم بعد وارد یک ایجنسی شدم تو ایران که مال مجموعه پکه بهتر بود به اسم دارت که خب اونجا وقتی ورود کردم یه کار سلز میکردم یعنی بیشتر از کانکشن استفاده بکنم بیام یه سلزی رو رقم بزنم بعد آستاس رفتم تو بخش میدیا باینگ اونجا تجربه عجیبی بود یعنی اصلا منو واقعا دگرگون کرد ما اینجوری بودیم که از سمت بیزینس ها و از سمت استارتاپ ها یه در از تارگتی میومد که آقا مثلا مثال میزنم یه برند توضیح مثلا مثل SNAP. ما سی پی آی میخوایم سی پی آی مثلا مثال حالا این دو رو کاملش هم بگیم کاملش سی پی آی میشه کاست پر اینستال یعنی شما به ازای خب یه تعریفی از تو اینستال که شما وقتی عملا یه بنری رو میبینید تو یک جایی مثلا روی اپلیکیشنی عملا اد نتورک های حالا هم شبکه تبلیغاتی میان چجوری با درس بیزینس کار میکنن یعنی میگن اگر روی بل کلیک بشه و داخل یه استوری بره یا توی ایران بیشتر کافه بازار و گوگل پلی بعد مخاطب اون رو اینستال بکنه و یک بار اوپن بکنه ای اصطلاحاً این این مسیر رو میگن سی پی آی و اینا از سمت بیزینس می اومد که آقا مثلا ما میخوایم سی پی آی بگیریم با این عدد تومن ما باید میرفتیم ترافیک میخریدیم و ترافیک رو اپتیمایز میکردیم و میرسیدیم به اون عددی که اینها مد نظرشون بود و خب فقط این تایم اجاره نبود یهو یه بیزینس هم اومد یه کی پی تعریف میکرد که رجیستر مثلا 50 درصدی خب میرفتیم جلوتر جلوتر دوباره میرسیدیم به یک مرحله سخت‌تر اوردر مثلا 5 درصد در درصد ما باید از ترافیک عملا به اینجا میرسیدیم ما نمیتونستیم با خودمون با DSP حالا DSP ها میشه عملا ما تو فضای اد یه فضای داریم به اسم اد ها که اینا میان اد نتورک ها رو میخرن و خب در از اکستن میشن این دو قسمت میشه یا DSP ها که عملا ساده دیمند که در میشه خب شکلت هایی که در تبلیغات میدن یکی اس ها هستن که میشه ساپلای که SSP ها مثل چه مثل پاپلیشر ها مثل وبسایت ها و اینها همه وقتی یک جا قرار میگیرن اولا اون اد رو شک می گرن. و خب خب وقتی شما با اد رو کار میکنی خب خیلی جذاب تره دیگه بحث تریکینگ ها مثلا این یوزر الان کجاست دقیقاً داره چیکار میکنه و مثلا مثال میزنم میتونی اونجا سگمنت بکنی یوزرهایی که مثلا این سگمنت رو دارن و اونا رو تارگت میکنی و باعث میشه که حالا اینستال بهتری بگیری و کامرش بهتری تو که تو اینا بودی چون ما یه دوره ای خب مثلا همیشه تیم مارکتینگ برای که کی رو بزنه و اینا مثلا اینطوری بود که آقا ما میخوایم اینقدر خرج بکنیم مثلا اینقدر اینستال بگیریم و همیشه هم خب یه سری اه مشکل وجود داره که این دیتا رو کی ترک میکنه همیشه هم از اون ور باید بشنوی که آقا مثلا من اینقدر برای اینستال کردم بعد همیشه یادم یه کانسپتی بود که خب مثلا این اینستالیشن اتفاق میافتاد ولی خب هیچ وقت مثلا به اوردر تبدیل نمیشد و همیشه یه بحثی بود که این ال خیلی میپیچونن یعنی فراد آره و حالا یا میدونن و یا نمیدونن اینو چیزی بود که تو میدونستی که داره همچین اتفاق چون اونا می راحت یاد می آقا من هزار تا این سال برات کردم بس دو میلیون ببین خب عملا اینجا نقش ترت پارتی ها خیلی مهمه دیگه شما اگه با ترت پارتی خوب کار بکنین مثل مثلا اون زمان که حالا عملا تو ایران تحریم نبود و سانکشن نبود و عملا به ایرانی سیستم اجاست مثلا خیلی سرویس خوبی بود و خب اکثر استارتاپ استفاده میکردن ما اون تایمی که داشتیم اولش رو کردیم با اجاست بود همه یا حتی اپسولای که یه واقعا تاش بود مثلا یه برندی بود اسم ویگو که اومد تو ایران در اصل یه فعالیت شروع کرد بعد جمع شد رفت فقط با اپسولای کار میکرد و خب واقعا اونجا خیلی جذاب تر بود که ما هم ترکینگمون بعد ترت ها یا حالا همون سیستم های اتریبیوشن یک بخش رو دارن به اسم فراد پریونشن عملاً از فراد پریونت میکنن ولی اگر شما احیانا به اون اد یا به اون در از دی اس که داری کار میکنی بهش بگی آقا من با این پروف استفاده از این ادایدی من اثبات میکنم بهت که بهش دیتا بدی که آقا این فراد بوده اونو قبول میکردن یعنی من اون تایم که داشتم کار میکردم با یه سری دی اس پی ها مثل اپلاوی این مثل مثلا اپلاوین مثلا مثلا یک که بزرگترش هم موب فاکس بود ما باشون دیل کرده بودیم که آقا اگر ما پروفی بیاریم که اثبات بشه که این آقا این دیتا فراد بوده چون مثلا ما این زمانی مثلا مثال میزنم ما یه سری فراد داشتیم که خیلی عجیب و غریب بود و ما واقعا نمیدونستیم این از کجا اومده مثال میزنم یوزر میومد نصب میکرد رجیستر هم میکرد اوردر هم مینداخت بعد از اون طرف تیم مثلا بیای یه بیزنس ما گفت آقا این مثلا با چه جوری اوردر انداخته هست که مثلا ایمیل است اصلا حساب میت نکرده و ما واقعا می فکر که چه جوری تونسن این فراد انجام بدن بعد دی اس پی کوشش قبول نمیکردن ولی خب ما با دی اس پی بزرگ کار می کردیم اینو عملا همون قبلش باهاشون یعنی تیم کردیم که آقا اگر ما توی آی اون در از اون پروف بیاریم که فراد بوده شما باید حتما قبول بکنیم و ما قبول میکردن بیزینس هایی که عملا بک خوبی داشتن و خوب این دیتا رو آنالیز میکردن به ما میدادن از سمت بی آی میومد که آقا مثلا این, این مثلا ادایدی با این همه با این سگمنت در از فراد بوده و این هم دیتاشه و ما با دی قبول میکردن حالا میگم ترت پارتی ها خیلی عملا نقش موثری داشتن حالا هم شما اون زمانی که فکر کنم ریهونم هم بود اگر یادم باشه اون زمانی که با اجاس کار میکردی اجاس خیلی پریونت میکرد یعنی اصلا همه جوره پریونت میکرد که آقا مثلا این اکسچنج یا این دی اس پی اینقدر اینقدر اینستال بوده انقدرش فراد بوده و خب خود دی اس پی هم از اون طرف با هم یه جوری کال کرده بودن از اون پشت و قبول می‌کرد دی اس پی یعنی اصلا تو پنل خودش نمی آورد که آقا اینقدر فراد اتفاق یعنی اینقدر نصب با فراد بوده اصلا قبول نمی‌کرد خب اینجوری خیلی خوب بود ولی عملا هر چقدر سنت در از اتک داره روش میکنه و سنت این حوزه داره روش می‌کنه فراد هم داره هی روش میکنه. داره روش میکنه و بیشتر دارن از در از بعضی از بیزنس ها واقعا دوچارش هستن خب خب عملا من یادم بیشتر ما درگی چینیا بودیم یعنی اون در از چینی ها بیشتر فراد میکردن هندی هم سرشون بودن ولی خب اکثر بیزنس های ما که باشون مثلا بیزنس های که ما باشون کار میکردیم و اولا دی اس پی آی بزرگی بودن یا الیکسچنج خوبی بودن مثل چیتا حالا نمیدونم بشنسی یا اینا خیلی فراد میکردن خیلی زیاد و ما اگه نمیگرفتیم یه یه این وایس 3000 دلاری اومده و اصلا اولا اون وایس هیچ آوردی نداشته و در اصل اگر همون قبلش ما اینا رو دیل نمی‌کردیم خب خیلی اتفاقی عجیبی میفته پس تو به واسطه اینکه توی حالا میدل ایست توی همچین بیزنسی بودی و این مدلای تبلیغاتی و اد اکسچنج و گروث و اینا رو میشناختی تو اپروچ کردی اسپاتیفای و لینکدین در اصل تو داخل لینکدین اپروچ کردم بعد اولا دیگه جلسه گذاشته شد و حالا یه شانسم که آوردم همون اول چی شد بار... اسپاتیفای حالا چی شد که اسپاتیفای اپلوش کردی تو ببین آخه یه درس یه میشه گفت همیشه میگفتم که واقعا اونجا چه خبره دارن چی کار میکنم واقعا مثلا مثال میذارم مثلا دی که نگاه میکردم مثلا این دی هست به اسم اپنکسوس که بزرگترین دی اس گوگله خیلی ترافیک داره اینسان ترافیک هیوج داره همیشه مثلا با این اکانت منیجر اینجا صحبت می‌کرد همیشه میگفت ما بیشتر ترافیکم داره سمت اسپاتیفای میره و بیشتر هم تیک تاک میره و مثلا اینا خیلی دارن ترافیک می‌خرن و خیلی مثلا هیوج جن و مثلا فاکتور میلیون دلاری با نداریم اونا همیشه گفتم خب این ترافیکا که می‌خرن اولا چجوری این حجم کار کردن همیشه واسم هم جذاب بود چون توی اسکیل ایرانی خیلی ما حجممون کم بود مثلا باجتا خیلی کم مثلا یه باجتی که می ترکوند تا تا مثلا یه بیزینسی که خیلی میخواست کار بکنه که مثلا خوب بود ده هزار دلار ولی خب وقتی عده مثلا میره بالاتر تو اون و دستت باستر دیگه اون بیدین که میذاری اون پلیسمنتی که میخری و اصلا اون پاپیشه رو مثلا دایرکت بای میخری مثلا ما یه تایم بود واقعا سی از پاپیشه رو دایرکت بای میخریدیم که اصلا هیچ کس مثلا هیچ کس نمیتونست با بیدینگ ما رقابت بکنه و ما واقعا همه اون پلیسمنت ها یا اون مثلا اپلیکیشن یا اون وبسایت رو میخریدیم و خب خیلی جذاب بود که مثلا مثال میزنم حالا اصلی ترین حوزه ای که ما درگش بودیم توی اسپاتیفای بیشتر ریتارگتینگ یوزر بود حالا چطور میگم ما با چجوری تارگت میکردیم و چجوری یوزر رو از یه جایی می داخل در از پلتفرم خودمون و شروع میکردیم با ابزارهای مارکتینگ اتوماسیون یوزر رو عملا برسونیم به اون چیزی که ما میخواستیم و خیلی این ببین میشه گفت توی ایران Uh, همیشه من دغدغه این داشتم که ترافیک بخر برای بیزنس ها. ترافیک بخر اینستال بخر کلیک بخر ایمپرشن بخر ولی بعدش که اتفاق حالا مثلا میذارم رجیستر هم میشه اوردر هم میشه بعدش دیگه ما نمیدیدیم یعنی ما یه جایی بودیم توی اجنسی بودیم که تاش میشه بغش میشه سمت بیزینس دیگه نه برام جالب بود که بعدش چی میشه یعنی اون سایت این که مثلا مثال میزنم من الان سر هزار کوهورتش زارت... رو ببینید کوهورتش رو ببینید که ککش الا کک میگه در میواد ال تی وی چه جوری بود بعد این یوزر واقعا یوزری که ما می آوردیم چون همیشه در دغدغه هستین که تو یوزری که میاری با اون ککی که اون میخواد و همه اون تاگ هم که میزنه تاش چی میشه الان چقدر به اون در میشه گفت روی... لویالیتی بیزینس در اصل میرسه و خب این خیلی دغدغه برام بعد دیگه تو لینکدین من اولا اونجا سابمیت کردم و دیگه هی جلسات شروع شد و هی جلسه میتینگ و با اچ آر و بعد هی همینجور مثلا سمت این اومد که بیشتر حتی من یه من یه دوستی داشتم به اسم محمد موهین که کوفاندر اولا اسنپ بود هم اول از تیم اولی اسنپ بعد این، ما با هم در ارتباط بودیم آه، من آه، اون تایمی که میشه گفت درگیری این موضوع بودن باش مشورت کردم که همچین آفری و تو لینکدین خیلی به من کمک کرد گفت که مثلا خیلی خوب میتونی رشد بکنی توی این بیزینس و میتونی اون در اون چیزی که میخوای بهش برسی چون واقعا من همیشه درگیر بودم که آها این بیزینسی که داره اسکیل بالا دا کار میکنه با این اعداد و ارقام چجوری میشه آنالیز کرد چجوری میشه واقعا کور در آورد بعد رقمای هیوش خیلی به حس خوبی میده ما خب این طرف همیشه دغدغه باجت داشتیم همیشه بیزینس ها هی استاپ میکردن هی ترمونز پول سوزوندن نداشتیم توی دعیقا. باجت کم دعیقا. که ببینیم چی کار میکنه چی, چی کار, کار نمیکنه دعیقا. خب اونجا واقعا تجربه اش بود من تو بازی هر من یک سال تقریبا 10 تا 12 میلیون دلار به قول بود خودمون بودجه سوزیم تو منا فقط یعنی اصلا خوزه منا بود و خب خیلی جذاب بود برای من که ما بتونیم با این بازی کنیم بعد بتونیم اون چیزی بیزینس و در از سمت کی از سمت بالا میاد و میت بکنیم بودجه که بسوزونی همینجوری نبود ولی در روی اون اعداد و ارقامی که اونا میخواستن میسوزوندیم و خیلی جذاب و اینجوری بیشتر به من حس خوب میداد, میداد تا مثلا دخون... اصلا کلا توی استارت یه چیزی که مثلا خیلی سخته این داستان افیشنسی است تو مثلا اون کوچیکم کسی پولم نداری بعد هر یه میلیون یه, یه میلیون تومن سه میلیون تومن ده میلیون تومن هم که میکوشی داری میشوری حساب میکنی چی میشه چی میشه ولی کلا واقعا مرشاد پزشک هم میگفتی یا تو حرفه میشی تو پول در آوردن یا تو پول خرج کردن. کردن و پول خرج کردن هم بلدی میخواد واقعا بلدی میدونی و چجوری پول خرج کنی کجا باید پول خرج بکنی بعدش هم دستت هم باید بره میدونی یعنی مثلا من خود من شخصا الان تو کمپانی تراب که مثلا 7.5 میلیون دلار مثلا ریس کردیم ما اصلا نمیدونم چی کرده کار میدونی <میدون> یعنی مثلا این پولا رو مثلا کجا <میدون> خرج آره چه جوری مثلا بخوای اونجوری خرجش بکنی که مثلا یه چیزی مثلا میخوای ایجنسی باش صحبت میکنی یهو میگه مثلا من 500000 دلار میگم اینجوری که اون که نه اون یکی دیگه هم مثلا اینجوری <میدون> <میدون> که من 20 دلار میگم اونم که نه یعنی وسطش رو <بایدون> و آره این داستان پول خرج کردن یک و باجت های دو بزرگ داشتن نکته خیلی جالبیه اتفاقا ما سر داستان ریحون و چلیوری وقتی مرد شدیم و وقتی میخواستیم مثلا فاندینگ بعدی رو بگیریم که حالا خورده بود به دوره کرونا و نمیدونم خارجامو و و دیگه اصلا سرمایه گذاری خارجی رقبتی نداشتن سرمایه گذاری بکنن یه چیزی که خیلی اتفاقا داشتیم با علیرضا رجو شرط میزنیم خیلی دلمون میسوخت این داستان این بود که ببین ما تازه خرجامون رو کردیم میدونی ما تازه پولامون رو سوزوندیم من تازه مثلا در و آره و تازه پیدا کردم یعنی بعد سه سالا تازه این اون که تو دیگه احساس کردی که سوختاتو دادی پولاتو هزداتو کردی الان دیگه میدونی کجا باید خرج بکنی دیگه دیگه باید بری خدا دیگه باید بری خدا آره واقعا اونجا خیلی یعنی این خیلی حس بدی هم سمت بیزینس که این اتفاق میفته ولی اون دست نقطه که تو باید باید بیزینس بشی و تو به عنوان اولا اکوزیشن چون ما توی اسپاتیفای فرمول داشتیم که این فرمول همیشه روش خیلی می دادیم که یه فرمولی از خیلی هم فرمول معروفه. بیا نزدیک میکروفون این فرموله چی بود دقیقا؟ اینکه که دابل ای که در اصل میشه اکوزیشن اکتیویشن و تریپل آر آر اول میشه ریاکتیویشن ریتنشن Re <laughs> نه و ریفرال و بعد هم ریبنیوست. رو این در اصل ما خیلی همش تا... کار میکردم که الان این سا... این کورت یوزر الان تو اکتیویشنه این کورت یوزر توی سرن سگمنت حالا مثال میزنم ریفرال کجا رونیو و همه اینا واقعا وقتی تعریف میشد تو واقعا میدونستی که الان باید کجا چقدر خرج بکنی ام. و روی اونها مثلا میشستی پلن میکردی که بزرگترین من... چالنج از یه ولی میدونی چی بوده از اول همیشه همون حرفی که اول خود زدی ما میخواستیم می یوزر ترک بکنیم دقیقا. آیدنتفای کردن چنل است یعنی تو این ساین اپ که میکنی آقا من تو همه فیم... یعنی خیلی این قضیه همیشه برای من عجیب بوده چون یکی از ادعاهای استارتاپ و دیجیتال بیزنس و اینا اینه, اینه که تو همه چی میتونی ترک کنی خب ولی به این راحتی هم نیست میدونی یعنی تو واقعا مثلا اه با یه یو هم داری به زور اون یو هم کار نمیکنه نمیدونم بعد چی چلون. باید باید ترک بکنه دیتا ها توی سیلو های مختلفه بعد با سگمنت اینا رو به هم وصل بکنی بعد اصلا خیلی داستان داره یعنی ما آخرش هم مثلا اینجوری که این کوهورت رو که داری میگی براحت. ما به استفاده میکن. اون پشت دارم بچه های تک با دست دارن واقعا جدا میکنن این بچه های اپیل 16 این بچه های چنل اینجا یعنی واقعا با دست یعنی حالا نه در این حد ولی واقعا خیلی چالنجینگه یعنی چیزی که فکر میکنی خیلی راحت باید ترک بشه نمیشه دقیقا ما ب... من وقت نشم این به این قضیه فکر میکردم میگفتم واقعا چقدر آه... این آنالیتیکس و این موضوع سگمنتیشن این داستان که تو دیتا همه جا هست و از یه ترت پارتی مثلا مثلا ما با, با اجاز کار میکردیم با اپسپلای کار میکردیم مثلا تو قسمت منا اجاز بود تو قسمت مثلا آمریکا و اون که اون طرف اپس فلایر بود بعد همه اینا دوباره سگمنت میشد بعد دوباره از سیستم مارکتینگ اتوماسیون استفاده میکردیم از سرویس های مختلف استفاده میکردیم سندین بلو زوهو اصلا همه چی بعد همه دیتا جا گدر میشد و بچه مثلا با یه ریکوست هم تو سه تا در بیاره. دو تا استیج هم داره یوزر یه زمانی از یوزر هنوز دو تو سرویس تو رجیستر نکرده انانومس داری Anonymous. تراکش میکنی تا مثلا ممکنه دو ماه این آدم داره تو سایت تو پرسه میزنه پرسه میزنه هیچ تریگری نداره بیش. آره بعد که حالا با اینترکام تو میتونستی همچین کاری بکنی دقیقاً حالا تو اینترکام ترک میکردی تا زمان یعنی میدونست بهش یه آیدی رندوم جنریت میکرد بهش میداد ما یه سرویسش میگفتم حالا به خودت همین سرویسش میسه بریز دقیقاً بریز همون اینترکام یه برز بریز خیلی جلوتر از اینترکام شروع کرد این داستانا رو گیم مارکتینگ در از اتوماسیونه که اول میاد یوزر رو سگمنت میکنه پریز مارکتینگ اتوماسیون اینترکام خودش رو کامیکیشن کامیکیشن خب اینترکام فکر کنم اوایلش مارکتینگ اتوماسیون نبود ولی جفتشون اینفراستراکچر رو میخوان yeah. تریکینگ یوزر رو میخوان و خب من دقیقا نقطه ای که واقعا دیگه حالم خوب شد و دیدم واقعا چقدر اینجا تهشه و واقعا چقدر جذابه اونجایی بود که من با سرویس مارکتینگ اتوماسیون شروع کردم کار کردن با اینکه مثلا مثال میزنم ما اولا اینکه تمام این DSP اس پی و ادکسنجا از پشت به این مارکت اتوماسیون وابسته بود تا ای پی آی. که مثلا این یوزری که داره از دی گوگل میاد تو مارکت اتوماسیون سگمنت میشد کوهورت میشد این یوزر از گوگل اومده الان این رفتار رو داره الان داره این کار میکنه الان اینجاست مثلا مثلا تو میخوای وارد کاستوم جنیش بکنی مثلا مثلا میذارم خب کاستوم جنیت زیاد کریت میشد ولی خب هیت میشد کدوم خوبه کدوم بده یوزر از این مسیر بره پوش بره. بس تریگرای ما زیاد بود اونجا واقعا مثلا ما تریگر تو بیزنس ها هست خیلی وقتا تریگرشون کمه مثلا فقط پوش یا فقط ایمیل یا فقط مثلا اس ما اونجا تریگرای خوب داشتیم مثلا مثلا میزنم یکی از تریگر ما خوب خوب ما همون پاپ پا اپ پا داخل اپ بود که یه پاپ پا میومد این اپ مسیج های جوره. و اونجا مثلا یوزر رو ما ازش دیتا گدر میکردیم که اول دیتا گدر میکردیم داری چی کار میکنه چه مسیر رو میره و این مارکتینگ آتومیشنی که ما داشتیم بریز از پشت به همه این دی اس پی که وست بود کار ما راحت تر و باسه ری تارگیتیم مثلا, مثلا مثال میزنم ما سه کاستوم جنی هم بود که یوزر مثال میزنم مثلا یه خواننده شما دوست داری میره سرچ میکنی حالا به حد دلیلی یا به هر چیزی که از اون خواننده کش نیست یا حالا چون اسپاتیفای اون پشتش هم وصله به دیستریبیوشن کانال‌ها دیگه به لیبل‌ها و این داستانا و اینا ما خودشون خودشه داستان دیگه است اینها و یوزر به حد علی آن استال می‌کرد سی دی بیبی بی. <تصفح> سی دی بیبی هم کس دیسترو کیت سی دی بیبی بی. خیلی زیاد ولی اون موقع یادم سی دی بیبی یکی بی از گنده‌ها تن... الان فکر کنم تنها دیستریبیوتور یه جوری اون موقع بود یه دوره آره الان فکر کنم یونیورسال بزرگتر نشون که خیلی اصلا عجیب غریبه که اصلا اون, اون تیم جدایه کلا تو اسپاتیفای و اصلا ربطی زیاد به ماها اصلا نداشت تو یه تیم کلا پارتنری و بیزینسی و خیلی اصلا تیم عجقری هنو و بیشتر پول هم داره از اس اسپاتیفای از اون وقت در داره داره دیگه با قردره که با لیبل ها میبندن و دست مین اون طرف بود ام... داشتی میگفتی که یه اسم سرچ آره. میکنه اگه یه آهنگ نبود و به هر دلیل حالا این اتفاق نمیفتاد و این یوزر مثلا آنستال میکرد ما میتونستیم این یوزر رو مثلا به دی مون عملا کال, کال کنیم که آقا این این یوزر رو توی دی اس پی تو بود توی نتورک تو بود و ما آلارم بده بهش این بنر نشون بده مثلا ریتارگتینگ و خب این مثلا یه کاستوم جنی دیزاین میشد که طرف میمد توی اپ ما و اینو سرچ میکرد و به هر دلیل نبود یا حالا اصلا اون خواننده مثلا مثال میزنم لیبر جدش مثلا آهنگ رو نداده بود بیرون مثلا سه روز بعد میومد ما مثلا توی طرفش تو یوتیوب مثلاش ویدیو میدید ما با یه بنر میمدیم میکردیم و استارت جنی شروع میشد و میرسیم می که این آقا این تارگتینگ یوزر به کجا رسیده و مثلا الان مثال میزنم صد هزار تا یوزر ما انستال کردیم و طریق مثلا این اتفاق با این کمپین مثلا چه زاتش رو مثلا ریترن درست کردیم این اصلا فکر کنم دو تا از بزرگترین کمپانی دنیا که روی این مارکتینگ آتومیشن و پرسونالیزیشن خیلی فوکس کردن و خیلی کاری بال کردن یکیش سپاریفایه یکیش هم نتفلیکسه نتفلیکس و این دوتا یعنی با بیگ دیتا فکر کنم خیلی کاری گنده کردن مثلا من یه چیزی که راجع به نتفلیکس دیدم برای تارگیتینگاش حالا نه فقط لزوما اد فقط برای هم که تو میری داخل روشن میکنی تو یعنی مثلا من اگه مثلا من, اگ... من تو جفتم پاپ فیکشن دوست داریم خب و تو ممکنه مثلا مثلا پاپ فیکشن رو داری نگاه میکنی یعنی مثلا جفتم دوستش داری فیلم رو تو مثلا عاشق جان تراولتایی من مثلا عاشق یکی دیگه ام خب بعد تویی که داری فیلم ها رو داری براوز میکنی اکسپلور میکنی تو فیلم پالفیکشن رو داره به ریکامندیشن میده ها ولی تو داری چیز میبینی تو داری فیکشن رو با کاور جان تراولتا داری میبینی من دارم مثلا با کاور مثلا چه میدونم دا... یکی دیگه دارم دارم میبینم و اونا مثلا همچین کاری کرده بودن یه چیزی که راجع به سپارفای خونده بودم این بود که اسپاتیفای ریکامندیشن انجینش فقط محدود به خود اپ نیست سرچ, سرچ گوگل تو رو هم نگاه میکنه یعنی طبعا. مثلا میکنه که تو مثلا سرچ کردی مثلا چه میدونم متالیکا بعد همونو داره اونورم هم داره دوباره نشون میده مثلا پلیلیستش پلیلیست هایی که میاره عملا یه دیتا گدر میشه از همه جاهای تو مثلا مثال فلوکیشن تو میگیره نمیدونم سیچ قبلیتون تو میگیره کدوم آهنگ استریم بیشتر خورده نمیدونم بیشتر با اند اف دی رپ هم, هم جنریت میکنه دیگه ولی خب مثلا پندورا هم اومد مثلا اونم از همین از همین در ریکامندیشن وارد شد دیگه پندورا کدوم بود دقیقا همون؟ پندورا تو آمریکاست فقط اه اه. همون حوزه ما ای آی و آ، 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 میکس آدم و ای آی برای پرسونالایز کردن موزیک یعنی از اه. میوزیشن کمک گرفتن برای اینکه مثلا کاتگورایز بکنن در کل اینکه این, این مارکت اتومیشن ها خیلی به ما سنس عجیبی میداد و واقعا ما کاسم یه تایم واقعا در اصل میشه گفت مثلا این چیز هوده چقدر بگم مثلا دو سه هزار ما کاسم جنین زن کرده بود که یوزر اگر ایفتن 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 اینجوری اینجوری و یوزر رو واقعا ولش نمیکرد اینا رو با چی میکرد با بریز با بریز همش و مثلا دیگه واقعا ما مثلا مثال مثلاً یه یوزر تقریبا 21 روز از سرویس ما دیگه به سابسکریپشن به سابسکرپشن نمیرسه دیگه ولش میکرد من فقط متوجه اختلاف یعنی میخوام دوست دارم ببینم این مارکتینگ اتوماسیونی که مثلا تو بریز انجام میدین چقدر فرق داره با اینترکام اینترکام یا اون چیزی که حداقل من ازش میفهمم ببین تو تمام ایونت ها رو داری یوزرت کی لاگین کرده کی ساین اپ کرده کی دیجا کرده کی چند وقت نبوده بعد تو فیلترهای خوب هم داری دیگه بعد تو میتونی از روی اینا سگمنت بسازی تو از یوزر تو همه یوزرهایی که تو ده روز گذشته لاگین نکردن و مثلا لوکیشنشون هم تورنتو تو یه و بتا. مثلا تو حالا هم 10 تا آهنگوش کردن اینو تو به عنوان یه سگمنت درست میکنی و این سگمنت ها رو چطور می‌کنی باش اتومات کردن حالا چیا میتونه باشن همون داستانه که تریگرات اگر مثلا یوزره اومد این کار رو انجام داد و یا اصلا میخوام بهش مثل ایمیل بزنم به این یوزره که دی اکتیو اصلا من یوزره چر و دوباره میخوام ری اکتیویت بکنم درست. آقا اومدم سیگمنت همو ساختم تمام یوزرهایی که تو بیس روز گذشته لاگین نکردن قبلا هم بیشتر از پنجتا سشن داشتن یعنی یکم هوکت شدن به طول ولی مثلا الان چرن شدن میخوایم دوباره اینا رو برگردونیم و تو میای همونجوری اون فلوآ رو طراحی میکنید دیگه؟ دیگه. و فلوت هم خیلی چیز پیچیده یعنی میخوام ببینم چقدر چیز پیچیده گیره پیچ... ببین پیچیده نیست ولی تو میتونی مثلا اینو ترک بکنی که ترکش پیچیده است که چند اثر اینا ساکسس شو چند اثر حتی آنیستال کردم مثلا انقدر جرنی مثلا واسه اونا دیسراپ بود که آقا مثلا یه طرف یا حتی نوتیفیکیشن میفرسه اگه نوتیفیکیشن اوپن کرد که ایمیل نفرست, ایمیل نفرست. اگه نوتیفیکیشن اوپن نکرد ایمیل هم بفرست ایمیل هم بفرست و کاندیشن میذاره دیگه مثلا این ساعت از روز این کارو نکن اگه این کاس اگه این جنیم استارت کرد تو مثلا تو جمعه ها ایمیل نفرست آره، ساعت 2 تا 3 صبح این کارو نکن کاندیشن میذاری و یه ترک میکنی به این ترک ها خیلی به تو دیتا و سنس میده که آقا مثلا مثلا رو دیتاشو اکسپورت بگیری ایمپورت کنی تو یه تول دیگه دقیقاً تو یه تول دیگه و خب اونجا هم ما میگم بیشتر سر کلت با دیتا یعنی اصلا تو بیشتر یاد میگیری که دیتا رو بفهمی ام. که این دیتا چقدر چقدر به تو داره کمک میکنه چقدر داره تو رو پرتت میکنه چون سری دیتا مثلا ما یه کاستمجن دیزاین میکردیم میرفتیم ببینیم ما داره کلا دور میکنه از اون مسیری که ما میخواستیم اصلا با... مهم دیگه نیست که سپاریفای موزیک یا قاره غذا میفروشی یا اونجا... همش یه داشبورد دشمر... دقیقاً فقط مثل اعداد دست بیشتر این که میم یه جایی هم خستگی میرسی و واقعا میگی که همش داری با دیتا کار می کنی که واقعا اینکه دیگه تو شدی آدمی که واقعا در اصل یه اپراتوره و فقط داری چک میکنی اینجی. و دیگه آدما رو تو لول انسان یه نفر که اون پشت نشسته یه آدمی روح داره نمیبینی یه سری همه رو یه بانچ عدد میبینی 10000 <applause> <متصفيق> تا آدم 20000 تا کوهر تعریف میکنی مثلا کوهرت یک میلیونی که دارین کارو و خب ابزارا خب خیلی ابزارا واقعا در اصل به من کمک کرد که بتونم این دیتا رو بفهمم و تجربه خیلی جالبی بود همین بحثه که تو بتونی خوب پول خرج بکنی بعد خوب دیل ببندی مثلا ما واقعا من اون تایمی که در اصل لیکتینم آپدیت شد همین جور این افلیتورهای چینی هندی همین جور دایرکت پی ام و ما ترافیک داریم تو ایندیا ترافیک داریم تو فلان بعد خب من تو زمین منا کار می‌کردم چیزی کار بکرم. برگرد ما رو ببر عقب که گفتی اصلا اپلای کردی برای اسپاتیفای خب پروسه تفکری خودت رو که اصلا خودت اون موقع سپاریفای میشناختی یا های... اون بر برای اسپاتیفای اپلای کردی خب در اصل میشه گفت کامل میشناختم نه مثلا چیزی که مثل همه که یا اپی که تو استفاده بس... نمی‌کردم چرا استفاده میکنم ولی خب نه زیاد که مثلا بگیم من چون خودم خیلی مثلا موزیک خیلی خاصی گوش نمیکنم که مثلا بخوای مثلا اسپاتیفای تایید کنی استریمینگ کنه اونجا موزیک که مثلا همه گوش میدن اولا پاپ یا رپ که تو گیم این سری از استرای دیگه مثلا تلگرام راحت رو دانلود بکنی استریم بکنی ولی اینکه میخوای به این فکر کنی چون میگم من اون جایی که کار میکردم و با اون پارتنرایی که در اثر بودم بودن اونا دیتا مام دادن که مثلا اسپاتیفای داره انقدر خرج میکنه اینقدر داره میخره مثلا تو کشورهای مثلا مینا میگه واقعا بیشترین پول خرج کنم اون خیلی داره آن تو اونطوری داره. فهمیدی یعنی تو به واسطه کار کردن تو کمپانی جا فهمیدی که اسپاتیفای داره خیلی خرج میکنه. میکنه و خیلی خوب داره مثلا ترافیکا رو میخره داره مثلا این مال قبل کل کل با اپل میوزیک یا هم همزمان, همزمان خیلی موقع داشتن خرج همون تایم بود که خیلی داشتن اولا خرج میکردن و واقعا مثلا به اون میگفتن میگفتن خیلی مثلا ما گفتیم ترافیک میخوایم بعد میگفت که خب مثلا چون ایران اولا اون زمان مثلا اسپاتیفای تو حوزه میذاشت و کل مثلا اونجا رو تارگت میکرد ما اینجوریش به با, با اونم بیدینگ مثلا رقابت میکردیم و همین گفتیم چرا انقدر ترافیک ما کمه مثلا چرا مثلا انقدر 20 ان سنت میذاریم چرا روز 100 تا اینستال میاد درسته که مثلا 6 ماه پیش با 20 سنت مثلا روز 2000 اینستال میگرفت من میگفتم به خاطر اسپاتیفای خاطر اینکه اون بیدینگ ها رو خیلی برده بالاتر و چون اون کلیه جنراله تو نمیتونی بگی آقا فقط ترافیک مثلا تو لوکیشن ای اسپاریفای میخواسته مارکتش رو توی میدلیست گسترش بده استرش. چرا میدلیست یعنی جای دیگر رو اکزرسایز که یا اینم جزء بودجتش بوده جزء بودجتش بوده دیگه همه چی ما هستم مثلا جی سی پول داشترمی درست ببین این که خب اینا مثلا هم... تو مثلا اسپاریفای ترافیک ایران هم می‌خری نه مثلا کاری با ایران نداشتیم کلا چون ایران مثلا نمی‌تونید می‌تونید به خاطر بحث آی پی گوگل کلا ایران نمیتونم استفاده بکنم و خیلی مشکل داره. اسپاتیفای هم که بعد سگه یعنی من الان از اینجا باز میکنم وا نمیشه. باید بعد آی بعد واسه کنم یه بار بعد با وی پی ان تورنتو واسه کنم باز کنم. میگم من اکانت دارم دیگه پولش هم دارم میدم دیگه چیکار داریم از کجا؟ آره اتنتیکیت هم میکنه یهو مثلا میگه ایمیل واسه میذاریم. برو چک بکن. آره خیلی اصلا یکم بعد یکم بعد چیزه. بعد قلقه. بعد قلقه روی آی پی آی. پنج تا کشور خیلی بعد قلقه بودن دیگه ایران کره شمالی که اینترنت نداره سو... من فکر کنم ایرانی ها مفبری هم زیاد دارن میکنن به خاطر اینکه نمیدونم مثلا من این اپ های مثل سیب اپ و اینا تو توش به تو اکانت اتن... پریمیوم میفروشه چجوری این کارو میکنن اینا دارن از کشورهای دیگه میخرن و عملا از اونجا دارن این کارو میکنن یعنی مثلا... پسورد بهت میدن و این خب کار خیلی چرکه دیگه خیلی ولی یه بسته میشه اکانت بعد چه کار ولی خب, خب، دیگه هم نری بنده خودی. دیگه... داره یا سولوشن دیگه واسه آه... که دیگه به حد دهی میخوان استفاده کنن خب موفری هم از چون قیمت واقعیش نیستن همون 9 دلار رو نمیدی 9.99 نمیدی بیشتره خیلی بیشتر فکر کنم 40 50 درصد بیشتره و ام این در اصل گفت از این طریق فهمیدم که واقعا استفاده فدر خوب خرج میکنه و واسه هم جذاب شد وقتی جذاب شد اونجا در از من مرحله پروسس رو رفتم جلو یه خورده تم کرونا یعنی کرونایی که اومد و اینا خوشبختانه اونجا دست خودشون گفتن که ما الان نیاز نیست زیاد حضور داشته باشی و بخوای مثلا کامل اینجا باشی و میتونی در از ریموت با بچه های تیم سینک بشی و ببریجا خب اولش یکم سخت بود به خاطر اینکه این کی که این, این واقعا من خیلی نمیفهمیدم واقعا ازشون چیه در تعریف اونا مثلا تعریفشون از سری از از این کک مثلا حالا کک مشخصه اما مثلا مثال ال تی وی اونم معنیش معنیش معنیشون چیه دقیقاً چی معنی ال تی وی شون اینا از تا بیزینس باید می اومد دیگه برای من که من مثلا اوایش یکم میاد دست عادت کنیم این داستانا طول کشید ولی تقریبا از ماه سوم دیگه واقعا جون گرفت دیگه کاملا کی پی اومد و خوب با تیم سینگ شدم و یه دیتا ساینس داشتیم که خیلی به من کمک کرد یه فرفر هندی بود اون خیلی به من کمک میکرد سن که به من مثلا از قبلش به من بگیم مثلا قبلا این قبلی چی کار کردن چه جوری بوده خب من این دیتا همه جای کدر میشه که بتونی ببینی مثلا ما چقدر خرچ کردیم چه جوری بوده ولی اصلی ترین موضوع این بود که خب اوکی الان میخوایم مثلا, مثلا مثال میزنم توی منو مثلا 10 میلیون دلار خرج بکنی این 10 میلیون دلار رو باید واقعا ریز ریز میکردیم که آقا کدوم اد اکسچنج کدوم دی اس پی و کدوم مثلا بیشتر میتونه جواب بده و خب خیلی مثلا مثلا همون اول ما فکر نمیکردیم یه دی اس پی مثلا یه دی اس پی بود اسرائیلی بود که اونا مثلا فکر نمیکردم انقدر بتونن به ما کمک بکنن انقدر بتونن ما ترافیک بدن درسته که من اونا رو یه ترای کردم دیدم چقدر ترافیک تمیزی دارن چقدر ترافیک خیلی سنگین دارن که باشون کار کردم و مثلا خیلی خوب تونست مثلا از اینکه این, که این ترافیک ها که وقتی میگی ترافیک میخرید چه جوریه یعنی مثلا رفتن با سایت های دیگه قرارداد بستن گفتن آقا یعنی اد اسپات رزرو دارن فضای اد اکسچنج که گفتم دو تا قسمت این سه سمت دی اس پی این سه سمت, دی سمت میشه نه دیمن سایت پلتفرم میشه مثلا کسایی که در اینجا جمع میشن مثل شرکتهایی که ترافیک رو از ادورتایز که میخوان ادورتایز بکنن میخرن مثل اسنپ مثل اسپاتفای مثل همه و اس اس پی کیان کسایی هن که پاپلیشرن دیگه مثل مثلا شریت مثل مثلا مثل مثلا یوتیوب مثل مثلا جایی که در از اد پلیسمنت دارن اپ های خارجی همه اپ هایی که فکر کنید تو این اس پی و اینا اینجا جمع میشن اینا دوره یه سیستم اینا رو در از اس داره هندل میکنه تو وقتی میخواد ترافیک رو بخری اولا سمت دیمندی دیگه ترافیک رو بخری بعد ریکوست بری سمت ساپلای. یعنی ببینی آقا مثلا من با این عدد با این دست بهش چیز میدی دیگه تگ میدی دیگه تگ چی هست مثلا قیمت دوز بیدینگ لوکیشن هست که میگی من چه لوکیشنی میخوام اگر سگمنت اکسترا داری مثلا مثال میزنم مثلا من آی... مثلا بر اساس اون دیتا که اونا دارن چون اونا خ... اونجا خیلی دیتا هیوجه و میتونن سگمنت بکنن مثلا آ... کسایی که مثلا بیشتر ای کامرس چرخ مثلاً سر میزنن به های ایکامرسی کامرسی که که مثلا اینترستشون موزیکه مثلا سگمنتشون آ... نیوزه اینا رو اون دی اس پی و اس اس پی ها الان سگمنت کردن که تو وقتی ریکوست میدی تگ میزنی اون میگه مثلا سایت مثلا مثال میزنم یوتیوب این چنل با این مثلا این اتفاق اینو برداره سریم و تو ترافیک که میخری حالا اون همشون داشبورد دارن دیگه این ریکوست میزنی به عملا میشه گفت اون داشبورده که میگی من با این عدد با این مقدار با این اسکیت این ترافیک رو میخوام بخرم بعد ترافیک که میخری خب از این ترافیک با ابزاره که داری که حالا ما اونجا اجاز بود شروع میکنیم میبینیم که این ترافیک چقدرش کلیک شده چقدرش اینستال شده چقدرش ریجیستر شده چل. اینا برای اینا کراس پلتفرم یعنی تو همه پلتفرم موبایل وب دسکتاپ همه همه مثلا رفتی بود همش هست و اونجا تو در میای شروع ترافیک هست دیگه میگیری میخری میای جلوتر این مدیا بای میکنی مدیا بای میکنی میرسی به اون نقطه ای که عملاً یه یوزر عملاً داخل در پلتفرم تو اومده بعدش دیگه توی قسمت مارکت اتومیشن سگمنت تعریف می‌کنی کور تعریف میکنه، و شروع می‌کنی بهش کاستم کردن که اون حدی که می‌خوای برسی این مسیریه که تو عمل تو ترافیک باینگ میبری جلو ولی خب چالش زیاد داری به خاطر واسه اینکه بعد خیلی سر حواس جمع باشه بحث هم بحث فرادا سرت کلا نذارن مثلا اون مینی در روز حواست نیست یهو می‌بینی مثلا تو مثلا آنلیمیت کرده یهو مثلا دو سه ترافیک اومده که دست به درد نمیخوره بعد تو بیری پی بکنی اینا خیلی جات داستانی داره که خب اصلا نمیشه اتومیت تو میتونی از قبل همه اینا رو تعریف بکنی ولی خب باید حواست همیشه باشه مثل یه اپراتور که اینا رو همش ترک بکنی که این ترافیک دا داره میاره. از کجا میاد از گوگل از یوتیوب از اد مثلا اد کلونی اپلاوین از کجاست و داره به کجا مثلا تاش دارین ترافیک که داری میخری چون ما اون طرف وقتی دیتا میاد توی مارکت اتوماسیون هم میتونستیم ببینیم که این مثلا مثال میزنم چون همه اینا در اصل چه به هم سینک دیگه هم اتریبیوشن سیستممون هم مارکت اتوماسیونمون هم بی آی مون هم سرویس های مثلا ایمیلمون سرویس مثلا یعنی پوش و همه اینا آروم هم کلا آدم چیزی هست یعنی خیلی ریلس. باز <تصفح> <میکروفون> <تصفح> تو معنی نه حرف میزنی میخوام حداقل میکروفون نزدیکت کنم و, <تصفح> و اینکه اونجا عملا ما میگیم بالا ببخشید دارم خواهش میکنم چون من صدا تو دارم تو هدفونم و میگم و اینکه اونجا عملا تو ترافیکو میدیدی که مثلا ترافیک از اپلا میخریدی چقدرش رجیستر شده چقدرش مثلا کاستوم جنی مثلا اف2 رو مثلا چند درصد مثلا اصطلاحا ساکسس کرده و تونست تو میتونی قضیه رو کاملا رصد بکنی این مسیری بود که ما در از کردیم و اوایلش میگم یکم فضای کارین بود که خیلی سخت بود که تو مثلا با ادبیات و داستان های اون بشی و حیل. چون میشه گفت اسپاتیفای عملا خیلی رویه تو چقدر بین سلاح آشنا بودی وقتی توی پیک برتر گفتی بودی؟ نه دارت ولی مال گفتی مال پیک برتر شد بعد تو, تو, تو توی تو یه ایجنسی دارت بودی و تو با این سلاح آشنا بودی آشانبه. وقتی رفتی اونجا چقدر فرق داشت تجربه چیزی که اینجا داشتی با تجربه اونجا بود آیا واقعا حالا یکی بود یا نه اصلا واقعا دو دنیا متفاوت بود یا نه مثلا حالا که یکی خیلی فرق نمی مثلا بگی که واو اونجا خیلی عجیب ولی تنسیسی که فرق می کرد اینجا اینجا که ما اینجا ابزارمون خیلی لیمیتد و خیلی مثلا درست درمون هم نیست اصلا بعضیشون مثلا تو واقعا نمیتونی فرادو بفهمی اینجا خیلی دقیق ولی اونجا واقعا میتونی کاملا این موضوع رو مثل در مثل روز بعد روشنه که آقا این دیتا چرا در... طولا اگر طولای متفاوت تری استفاده می‌کنه. ببین تیم تکم اونجا جوری بود که تو هر دیتای خاصی بهت ریکوست می‌زدی بهت میداد هر دیتای مثلا مثال میزنم توی ترافیکی مثلا از جای خریدی تستی بعد میخواستی اینو ببینی واقعا اینا مثلا چیزی که ادرس اج... نشون میده و چیزی که مثلا داره پنل اون دی نشون میده با چیزی که واقعا توی دیتا دست حالا اون بیزنس هست یکیه بعد میبینید سینکش مثلا واقعا اعداد هیچ درصد اختلافی نداشتن واقعا همون بود بعد این ریکوست هایی که میدادیم مثلا اگه میخواستین یه داشبورد برای خودتون درست کنین یه سری دیتا ترک بکنین خودتون مثلا میتونستین خودتون ماسید. خودتون واسه کلی میتونستین بنویسین یعنی جزء تیم مارکتینگ کاملا روی نوشتن جزء جوابتون بوده اصلا این چیز من اوایل که رفتم اون طرف که از اصلا همین بود دیگه اینکه من اصلا کوری نوشتم بلد نبودم اینکه تو با این فضا کار بکنی ریکوست بدی چه ریکوستی بدی بعد اینجا ما اصلا با این ابزار آشنا نبودیم که با اس کار کنیم و اول که رفتم اونجا اصلا یه یک ماه تو ما دیگه بودن که آقا اس کیو یاد بگی چه جوریه چه چجوری ریکوست بدی اصلا خیلی نکته مهمه یعنی من الان بزرگترین مشکل من توی دنیای با آدم های مختلف کار کردن اینه که آدما با یه سری ادعای دارن یکی میگه آقا من دیزاین دارم یکی میگه من برنامه نویسم یکی میگه من مارکتینگ ولی هنوز از پس کارهای خودشون بر نمیاد یعنی یارون دیتاشو میگه میگه به من چه بعد اون تیم من بده کار تو میدونی یا یه دیزاینری که به نظر من نمیتونه رو حالا کد بکنه خیلی, خیلی چالش آخه یعنی چی آخه داریم؟ اصلا همین دیگه من چند ماه اول که خیلی درس هی میگفتم یعنی تو وقتی از ایران میری و فکر میکنی ببین دیجیتال مارکتر یا عملا همین کسی که تو این حوزه دارن کار میکنن فکر میکنن که کد زدن کار ما نیست یعنی کار تیم اصلا اسم کد میاد فرار میکنه آخه تو نه کریتیوی که مثلا دایم. بگی اده باحال جنریت میکنی دایم. نه من مثلا چیکاره پس من یعنی <applause> من واقعا با درصد خیلی بالایی بچه‌ای که تو کمپانی مختلف هستند و دایم. کارم دارم میکنن ها کارشون هم اسنشیاله ها ولی چی کار داره میکنی چون عدره که دیزاینره داره میزنه دیتات هم که از برنامه نویس <applause> خود دوابس خاصی بده دایم. نمیدونم دا دا کپی هم که داره علتو می نویسه تو چ... تو فقط رفتی خرید زدی چیکار کردی دقیقاً همین باجت بوده. تو اینا هم که بیزنس برات مشخص کرده بعد بعد حالا جالب که توی ایران تو ایران بیشتر در سمت آنالیتیکس اینا سمت بیزنس اینتلیجنس ها دیگه حتی اونها هم به تو دوباره این سه دیتا جدید میگن که آقا آنالیتیکس اینجوری بوده ولی خب میگم اون دف... اون حس اولی که تو بلد نباشی با اینا کار بکنی خب تو اینترویو موقعی که ازت انجام شد بهش اینترویو چه جوری بود آها ببین اه آه... من میخوام به این برسم که پس یک نفری از ایران میتونه اپلای کنه مثل این شرکت اسپاریفای بعد جمع کنه بره اونجا جم کنه بره اونجا شدنیه شد شدنیه شد خیلی هم عجیب نبود و نه اصلا خب این یه کم این چه ببین اولش اینکه خب اچ اونجا با توی جلسه ستاپ میکنه حواسش میکنه حرف زدن اصلا هم مشکل نشو ایرانی نه اصلا. آقا تحریمی ما اجازه نداریم کار کنیم حتی اونا تو سوئد سو... اون موقع سو... مشکل سو... نداشتن اصلا چالش نبود در مورد صحبت نشد اصلا هیچ وقت دوره تو... چه سالیه این این سه سال و نیم سه سال پیش تحریم بود تحریم بود آره ولی یعنی چالش اساسش نبود اول که مثلا بگه آقا نه او سانکشن و ایران آقا, آقا. تو لیست تو لیست ما هستیم که اصلا اجازه هیچ مراوداتی نداریم ما ببین آخه تو لیست چی داریم هستیم تو ل... ببین مثلا ما الان خود ما مثلا ما شرکت چای با ایران نمیتونیم کار بکنیم سرویس نمیتونیم نه نه ما اصلا نمیتونم آدم از ایران بگیرم واقعا گفتم بهتون چه عجیب ما اینجا اصلا همون اچ آر پارتنر فقط صحبت کرد درس یه سری دیتا گرفت از من اینکه کجا کار کردی چه تجربه داشتی بعد سوالات این که مثلا از پس مثلا پس سیستم های KPI و OKR هستی کار کردی که مثلا ما KPI اینجوری میت میشه OKR اینجوریه و با سیستم کلیکاپ کار میکردم چجوری اینا رو ببین مثلا می، مثلا میگی انجینیر ازش کد تست میگیرن مثلا میگی دیزاینر پورتفولیو داره تو چجوری اینا رو نشون دادی چیو لینکدین ما لینکین. لینکدین چجوری جوری... با یه به چارت ثابت کردی که اینا رو مثلا میدونی ببین اچ آر اول اینکه از تو سه این میپرسه خب سال مثلا همون کلی بعد از تو میگه که خب ما تو تست میدم از سمت در از تیم پروداکت تست به تو میده مثلا مثلا همین بود دیگه که تو چجوری میتونی کک کمتر کنی چه استراتژی داری برای اینکه من... کک میشه اما کاستیکشن همون... هر هم میشه گفت هزینه در جذب مشتری, که استراتژی ما بگو یه تست میاد میفرسن که آقا این ما میخوایم تو زای منا از از 3 یورو تا از 3 و یورو برسیم به یه یورو استراتژی چیه چیکار میخوای دقیقا بکنی و این ابزارامونه این تولزامونه این در با این در این هستن و تو چجوری میتونی با اساس اون استراتژی که داری اینو اولا ایمپلمنت بکنی به جلو که پروپوزال شد و تقریبا فکر کنم هفت صفحه رو رو توضیح دادن که آقا مثلا مثلا من تجربه داشتم که ترافیک چجوری بخری چجوری دیل بکنی و توی مثلا بخش سگمنتیشن چجوری کوهورت چجوری کوهورت کنی چجوری سگمنت بکنی چجوری بتونی رفتار مشتری رو مثلا تغییر بدیم مثلا 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 یه یوزری که همین ما یه چیز داشتیم که تا 21 روز یوزر رو نمیرسیم به محله خرید یه تقریبا 45 روز ولش میکردیم آقا دیگه ولش کن انقدر بهش ایمیل رو نمیدونم جای دیگه ترکش نکن 20 مثلا تقریبا 40 روز ولش کن هیچ کاری باش نداشته باش بعد چه روز دوباره بیه مثلا یه جای دیگه ترکش بکن من اینا همه رو داخل اون عملا پرپوزالم آوردم و وقتی که اچ اش... اچ مصاحبه تموم شد تقریبا 5 روز کاری من فرصت داد که اینو در از ایمیل بکنم و وقتی ایمیل کردیم که جلسه دوم ست شد با تیم پروداکت بود که اونا میسری در از ایشو داشتن که مثلا این بحث ترکینگ ها این بحث اینکه تو میخوای درس داشتم با کاستوم جنیان کار میکردن ولی اینکه تو بتونی دقیقا چه کاستوم جینی دیزاین بکنی چه اونا بریز و عملا واسه همه سیفسش رو میگم حق کش هر منطقه جداست جی سی سی منا و همه اینا عملا تیم خوش داشتن وقتی میگیم منا کدوم کشور باحال حال ترین آن ایجیپت تو در اصل میشه گفت یعنی آف... اینا اینقدر مثلا تو اینترنت و ترافیک و اینا هم شاخن, جمعیتشون چقدره ببین جمعیت مثل چقدره خیلی زیاده خیلی بکنم دیتایی ندارم جمعه تیم از بکنم از ایران خیلی بیشتر قطعا دیگه میکنم از که ست سال اینون بشه هیچ واقعا بهت میگم چیزی ندارم باید نگاه کنم هم دقیقا باید نگاه کنم حالا ولی واقعا ایجیبت یه چیز عجب قریب بود یعنی مدهیز هم مثال میزنم ما اه، چیز اه، یه در از بیزنس پارتنرامون هی درگیره هوایی بودن که با وودافون یه دیلی بکنن که بتونیم دیگه اون سابسکریپشن رو روی وودافون داشته باشیم و خیلی درگیر این دیله بودن خیلی هم هم گفت لیدر مارکت نری میخوام همچنان پروسه رفتن به اسپاری تو ببینم آره. آره. اه... اونجا درگیر این بودیم که چند ماه درگیر این دیل بودیم که بتونه در اصل سپاتیفا توی کشور مثل مصر بدون دست با سابسکریپشن همون رس اولا با ودو فونتونه چون اونجا خیلی تا... آره کالچری هم فرق میکنه یعنی خود بری خود تو افسور بگیری نیست همون همونجا پرینستال بیاد رو بوشید و right. این خب بک بزنیم بعد ایمیل شد پنیمز کاری گفتم اینجا گفتم رسیم به پروڈاکت تیم پرو تیم پروڈاکت ایشوهش رو گفت و گفت که تیم پروداکت منزد واقعا تیم پروداکت پروداکت مارکتینگ یا تیم پروداکت مارکتینگ قطعا و چون تیم پروداکت دارن دیگه که روی این قضیه کار رو استراتژی رو دقیقاً یک یکی با ما صحبت کرد در مورد اون پروپوزال بعد بعد از اینکه این, که این درسه تموم شد گفتن که توی یک هفته کاری به تو عملا جواب این قضیه بهت میگیم تقریبا زودتر شد پنج کاری شد بکنم کاری جوابش اومد که برو تو این مراحل تو این, دست، این مراحل اینجا ساین اپ کن کار رو انجام بده پاسپورت رو بفرست این کار رو انجام بده و بعد تیم لگال با اعتباس میگیره و بعد دیگه وارد اون در از پروسه شدیم و بیشتر قضیه ما اولش این بود که هی سالایی های در از کلی میپرسیدن که استراتژی واقعا چیه ولی تیم پروداکت بیشتر از سوالش اینجوری بود که خب اوکی الان در حال الان فکر کن مثلا تو به این باجت رو دادیم این تیم هم داره الان میخواد چیکار کنی؟ این سال پارتنر است اون اچ آر خیلی کلی بود ولی سال پروداکت خیلی واقعا دیپ میشد اچ آر به خاطر اینکه اصلا آره کالچر کالچر بیشتر اسکیل بود یعنی خیلی فوکسش رو ساف اسکیل بود, بود. 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 حرف بلدی بزنی آره میتونی مثلا مشکل تو بگی و اینا تو ولی این اپلیکیشن برای اسپانسرشیپ هم بود یعنی گفتن که اسپانسرشیپ بری اونجا یا نه خودت باید کاری جدا میکردی یا میرفتی اونجا نه اسپانسرشیپ بود اکه. اسپانسرشیپ بود و اینکه میگم اولش بیشتر فوکسشون این بود که فعلا کار استارت کنن چون کرونا بود دیگه اونها همه خودشون مثلا باشون اسکایپ میکردن همه‌شون تو خونه بودن خود بک‌گراند چیه چی خونی زبان انگلیسی تو اینا خوب بود که مثلا اپلای کردن آره زمان انگلیسی تمام تو بالا بود ولی خب یعنی من کاملا تو اسپیکینگ و اینا خیلی اوکی بود قبل تجربه تو اصلا ایران درس خوندی و تو ایران انگلیسی تو اینا خوب شد انگلیسی خوب شد خب ببین تجربه دارت خیلی کمک کرد دیگه تو وقتی با همه عملا پارتنرات خارجی و هندی و به خصوص هندی که لهجه خیلی عجیب غریبی دارن و خیلی با به خاطر ترافیک هند هند خب هند یکی از بزرگترین ترین دنیا رو تو اونجاست دیگه تو ای واسه ایران که ما کار کردیم خیلی ترافیک داشتن و ما با اونها خیلی کار کردیم شرکت این موبی که خیلی بزرگ بودن و میشه گفت که با اونا خب ما خیلی درس باعث شد که من زبانم خیلی خوب روش بکنه و اونجا در دقیقه خاصی نبود که بتونیم مثلا هی بگیم که مثلا هی لک بزنه و هی نتونیم خوب جمعش بکنه بعد این تیم پروداکت بود تو در میشه گفت گفتم پنج کاری بعد جوابش اومد و اول از دورکاری شروع شد یعنی این سری در از همین بحث کوئری زدنی که به من داشبورد اسکیل دادن اول کوئری رو بزن و خب منم واقعا بلد نبودم بوارد. شروع کنم به ریسرچ کردن شروع کنم به خوندن شروع کنم به اسکریپت گرفتن حالا گرفتن خاصی نیست ولی همین که بتونی کوئری بزنی خودشه دست چالش بود اساسش شروع شد و تیم من به تیم جون شدم میگم یه دیتا ساینس داشتیم یه سری آدم داشتیم که اینا کار درس روانشناسی میکردن یعنی که دیتای کلا کالچرای مثلا اینا رو در اینکه الان جنس بیشتر کپی و بنر و بود که اون رو کار میکرد که خب اونا خیلی باشون تغییر خواستن داشتیم مثلا ما ریکوست می‌ذاریم اونا بهمون می‌دادن بنر حالا هر که بود و شروع میشد که دیگه رفتن دیگه من تقریبا از ماه آخر ماه دوم بود که با بریز دیگه اولا سر کردم شروع شد و با داشبورد بریز شدم اولش خیلی سخت بود چون دیتای بریز واقعا زیاد بود اینکه تو همش شروع کنی با این اولا رفش کار بکنی و خیلی واقعا سخت بود اوایلش تو من را... سکیوریتی دیتا کاستمرها دست هر کسی چی بود وقتی مثلا با چیزی مثل بریزری کار می‌کنی تو تمام دیتا همه مشتری رو اکسپورت بگیری آ... آخه دیتا چیز دیگه این کد این دیتا مثلا همش اون کد دارن نه ولی منظرم اینه که تو می‌تونی به هر داری تو مثلا تمام یه سری کلی چیزای کانفیدنشال تو برداری میبینی. آره. و نه از سمت اسپاتیفای هست سمت پرایوسی یوزر مثلا چه دیتا من بگو هر دیتایی دیتا خود... من اصلا. خب ببین اینا همشون ما که با دیتا یا ریسک کار نداشتیم که ما کوهورت تعریف با سگمنت یعنی <applause> تو بیشتر با سگمنت کار داری آقا کوهورت تعریف می سگمنت با یوزر اینز کار که با رفتار یوزر کار داری ممکن مثلا تو یوزر این باشه اون ایکس بشه میگره باشه سگمنت همه یکیه دیگه ما رو سگمنت کمپین میرفتیم دیگه و در اصل میشه گفت آره اون بحث دیتا شما بیرون اکسپورت نگرفتی از دیتا اصلا خیلی <applause> 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 بحث اونجا خیلی کاملا نه جدا از بحث اندی و اینا میخوام بگم مثلا مثلا ما الان رو کامپیوتر خودمون همه روز یه سافری از به اسم دراتا مثلا اونا داریم که مثلا سکیور باشه سافر حالا نه به خاطر اینکه چیزی ندوزیم ولی به خاطر اینکه مطمئن باشین که این لپتاپ ها سکیور هستن یعنی لپتاپ هایی که دست هم هست سکیوره یه لپتاپ دیگه جو جان نذارید در داستان اولش همینجوری بود ولی وقتی گرفتم رفتم اونجا موو کردم واقعا دیگه سیستمایی که ما استفاده می‌کنیم همش همینجوری بود سیستم تو چه سیستم خودت استفاده بکنی یعنی ما که من دیگه اونجا بودم که دست بریز رو من دادن که سیستم واقعا عجقایی بود بریز همه ایناش ای پی آی بیس بود دیگه ام. روزه پسندش به داخلش ای پی باید میگه و اون دیگه واقعا تو خود دست پروتکل خود دست اسپاتفای بود و قطعا اینا ایشوی خیلی سنگینیه واسه کسی که داره تو حوزه کار میکنه ولی خب اینا از جنس اسپاتیفای همش دیده شده بود مثلا میگم ماه دسترسی بریز رو من گرفتن پس که اون توسه هم اول باید باید بمیدادن ولی خب واسه اینکه این قضیه به حال طی بشه در اصل گرفتن دیگه چی بگیم خب، پرسه خب جمع کردن دیگه چوری اول ریموت کار کردن ریموت بعد. کار کردن بعد آساس دیگه شروع کردم بعد که بعد مثلا میشه مثلا می مثلا پروسس با چند نفر شروع کردی کار کردن با چه سافری بازم کال میکردی پروسس چطوری بود همون اول که گفتم تیم اول ما تقریبا پنج نفر بود که تقریبا یه در از تیم منیجمنت بود که قشنگ کاش منیجمنت میکرد و کار بس همه ریکوست سمت اون میرفت یعنی در از اول ریکوست سمت این شخص رفت بعد ایشون پاس کاری میکرد به حالا که از تیم تک تیم هر و یه دیتا ساینس بود و بعد تیم در از رموشنان سیسالوجی که خیلی روی قضیه کار میکردن که دیتا در ببین در اصل میشه گفت ابزارها همه داخل خود اسپاتیفای بود یعنی ما این سری سرویس داشتیم که در اصل مسنجینگمون در اصل حالا کی پی تعریف کردنمون اوکی آرمون همه چی اونجا بود و تو همه دیت در اصل کاری که میکردی به اونجا در اصل می می‌کردی سرویس خود درونی در, در اصل بود و میشه گفت ما در تیم پنفرش رو کردیم و ریکوست از سمت اون تیم در اصل لید میومد تیم لید و تو هر کاری که میکردی داخل اون پلتفرم سابیت میکردی بعد اونجا سایم میشد که مثلا باید الان این کار رو انجام بدی الان اینجوری باید بشه حالا اگه میخوای مثال بزنم اگه میخوای ریستر بشم بگو و اگه کلی ترش این قضیه بود ولی تیم اولی پنج نفر بود بعد آساسه مثلا من آخر بار دیگه واقعا با هفت نفر 6 نفر, شیش نفر کار میکردم و اونجا هم الان داشتیم مثلا ریکوسته که داشتیم بزن. هم تک هم مثلا ریدیزاین کردن این سه جاها مثلا ما یه ابزار داشتیم که اصلا خود اسپاتیفای بود از یوزر ریکورد میکرد داخل اپ یعنی مثل هاجر داخل مستوری. در ریکورد میکرد بعد اینو یه سرویسی نشونه که اینو یه یوزابیلیتی یو ایکس نگاه میکرد اینا رو ایه و این یه ای آی روی این بود که مثلا بعد یه به تو یه ریپورت میداد که مثلا یوزرهایی که از جنس این چنل میاد این رفتار رو دارن اینجا مثلا در اصل میشه گفت اون مپی که داشته و مپ مثلا میگفت اینجا مثلا قرمز اینجا تو این کار انجام میده مثلا ما دو نفر دست تیم داشته دو نفر از تیم تکتوری قشنگ کار میکردن من با اون در بودم ریکوست که میخواستم و دیگه دیگه چی این تیم بود تیم آخر در اصل تیمی که شروع شد پنج نفر بود و, و آخر بارم پنج نفر تا موقعی بود که ریموت بودی چی؟ پنج نفر هنفه آره. نه دیگه کلنا همین بود دیگه اونجا که دیگه کلا تو میتونی با همه در ارتباط بشی ولی کاری که کلا بیشتر با سه چهار نفر دو مستقیم کار داشتی آفیس زیر... سپاریفای چطوری بود؟ کمپس بود یا آفیس بود؟ آفیس بود فوق بود. توی تو دست فقط میگم مش... مشکلی که استکن داره اینکه واقعا کشور بر عجیبیه یعنی دست شهر استکون داره واقعا عجیبه چطور؟ اینکه خب خیلی سرده اصلی وزش بعد زمستون همیشه تو در اصلا شده تا شبه و واقعا مثلا من تو دیگه تو دسامبر واقعا تو چل روز داشتی یعنی اصلا عجیب و غریب بود و واقعا حس بدی بود و دیگه نتورک آنچنان خاصی من نداشتم اونجا تو این چند وقتی که اونجا بودم ایرانی هم بود؟ این ایرانی بود ولی خب باشون چی میشه گفت من مثلا یه نفرش رو دیدم دو نفرش رو دیدم ولی خب دیگه باشون میخواد کامیونیتی شکل بده باشون مثلا جایی مثلا مختلف بری اینا نبود ولی مثلا من اکثر دوستام هندی بوده که خب چقدر تفاوت داشت تجربه کار کردن یه جایی مثل اسپاریفای با یه جای تو ایران تجربه چیش تجربه داخل منظور اکسپریانس رو دی تو دیت حالا از نظر اینکه چقدر پروسس دارن چقدر منظم انجا مرتبا یا نه همون کیاسیه که همه جا همه چیشون خیلی منظم و اوکی و عالی بود ولی خب تو به عنوان یه اکسپرت به عنوان کسی که میخوای در از سری اسکیلای در از هارد تو ایمپروو بکنی شاید خیلی مثلا, مثلا حالت خوب باشه خیلی اوکی باشه ولی واسه من خیلی آنچنان واقع نبود که تو بگی مثلا خیلی بیشتر من بیشتر اون هارد اسکیلا واسه من جذاب بود اون اکسپریانس با تولز کار کردن با مثلا اون باجت هایی که خرج کردن اونو بشه اصلا جذاب بود تا مثلا آفیس و تا مثلا رستوران روم و نمیدونم این داستان که جذابت اصلی من همون داستان اکسپرینس داخل خود همون هارد این میشه اصلا جذاب بود تا بخوام بگم که مثلا نه من آفیس و تحصیل که خیلی در اونجا تای عجب کرد بشتیم مثلا در جیممون رستورانمون همه چیمون اونجا با از اون تیکه هایی که اونجا بود با اسپاتیفای دیلای سنگین بود اچ همین رو پخش میکرد اسپاتیفای خوب پول داره ولی آخه بیزینس سختیه بیزینس موزیک میگم تیم اصلی اسپاتیفای همون تیم دست تیم لیبل ها و اون داستانه به میستیم چنده اصلا که اونا خیلی بیشتر درگیر اونان. تیم تک و تیم دیجیتال مارکت تیم دیجیتال ندارم تیم ندارن. تیم،, تیم اصلی اسپاتیفای سی آر ریت اپتیمایزیشن. واقعا میشست رو فانل های پروداکت یه میزد اون تیم مثلا خودش یه تیم عجوگری بود که ما یه نفرشون جنسشون پروداکتی بود پروداکتی بودن و خیلی اون تیم با دیتا و با یو ایکس و با یو آی اینا خیلی در از درگیری بودن مثلا اون تیم تیم جذابی بود مثلا من مثلا شد برم اونجا کار کنم ولی خب دیگه بیان بیشتر پروداکتی بود خیلی پروداکتی و دیگه خدمت عرض میکنم که این کالچر کالچر جذابی واقعا یعنی خیلی واقعا ایمپلوی هند بوک اینا تو مثلا چی بود کالچرش چطوری بود ببین کالچر اسپات اولا اینکه خب ای تو در یه اچ آر داری که همه سفتار تو کاملا ترک میکنه مثلا مثال میزنم از اینکه تو یه کی پی مثلا میس میکنی با ارتباط میگیره میگه چی شده دلیل خاص داشته و مثلا ریپورت واسه من بنویس چه ریپورتی داری اگر جایی بچه کم کاری کردن تو مثلا باعث شدی که اتفاق بیفته کی مثلا این دو مال ریسپانسیبل که ریسپانسیبل باید با کی بوده این قضیه و همین ددیکیت اشعار خیلی به تو اولا اینجوری به تو حس خوب میداد که اون نفر همیشه داره با تو حرف میزنه همیشه که نه تو در اصل اون سیستمی که در اصل توی اه... حالا تورزی که ماش کار میکنیم واسه منیجمنت اوکی آر اوکی پی آر اون همش دیجیتال تو ترک میکرد بعد تو توش حرف بزنی بشه باش صحبت بکنی این خیلی خوب بود که مثلا تو دغدغاشو بهت میگی مثلا من یه دغدغه که اول داشتم بود که من چون واقعا خوب نبود مثلا اونجا که نشسته بودم نه اساس راحتی میکردم بعد اون تیم پشتی خیلی صحبت میکردن و من اینو همون اولش گفتم و در کمتر از دو روز این قضیه اوکی شد و تونست اینو سری چنج بکنه و من جای بهتر بذار دست که من بعد تیمم دورتر شدم تیمم ولی سری کار انجام داد بعد از نظر کالچری خیلی این چیزا خیلی جذاب بود بعد همین دیگه چیز خاصی دیگه تو زن همین سال اگر کالچرشون خیلی جدیه یا نه خیلی فانه یا ببین تو کیپی و اینا که خیلی جدی هن اینی اصلا شوخی ندارن تو پی زدن و تو اوکی اصلا تو ریونیو تو و از اون این تو این داستان های همه سمت اون قضیه هم گیر میکنه ولی وقتی کی پی که میس میشه واقعا روش این همه تو رو یار دنبه بس تو میخوان یا میگن که چرا تفاوت داده یه تیپ کی پی ای تو میگی مثلا ما یه کی داشتیم که همون مثلا کاستوم جنری که دیزاین میکنیم کی پی تک بگم کی پی تو ما آره تک مثلا مثلا ما یه کی داشتیم که یه کاستوم جنری دیزاین کردیم اگر اننستال همون بیشتر از 5 درصد بود اینو بزن آره. سمت خودت مثلا یه سمت خودت اصلا به طرف خودت بذارش اوکی الان آره میتونی پیچش هم صاف کنی اوکی الان اوکیه نه بیا با اصلا بعد دریش بالا اینجوریش کن مثل من ولی سفتش کن میتونی پیچ رو این فکر کنم اینه ها مثلا یه کاستوم جرنی دیزاین میکردیم اگر این کاستوم جرنی قاسب شد مثلا 5 درصد مثلا یه حدودی آن این داشته باشیم یعنی تو یه کاری کردی که 5 درصد اون کورد یا اون سگمنت آنیستال کردن این تو داری چی کار میکنی خب این در میشه گفت یه چیز عجبگری بود که مثلا دو بار مثلا اتفاق افتاد که خب این اولا سه تا جلسه بسیم گذاشتن با ایش آر صحبت کن با دست تیم دیده صحبت کن و با همون پروداکت که چرا اتفاق افتاده و چرا باعث شده که این اتفاق بیفته و خب من سنسی همه سنسی بود که آقا مثلا من تست ام بی کردم من بر اساس این دیتا بر اساس این تصمیم گرفتم و با چون پروف داشتم تو این قضیه رو واقعا بگذرنم دستی که من پروف داشتم واقعا یعنی یه چریمه هایی میکردن که شاید مثلا واقعا خیلی حس بدی بود ولی چون من پروف داشتم که مثلا بر اساس این دیتا بر اساس این دیتا من ایم بی کردم بعد این دست این خروجی اکسپورت این دیتا رو من این کمک رو کرد من این تصمیم گرفتم و براساس اساس این شد که اتفاق افتاد و خب بعدا متوجه که این دیتا درست خیلی مشکل داشته اون که من از اون سیلز گرفته بودم و بعد باعث شد که اون برن از اون جنس اون درستش میکنن و ولی کی پی ما بیشتر سمت میت کردن مثلا ما یه تایمی از مثلا مثال میزنم روزی مثلا باید حداقل ده هزار هارد کی بود ده هزار مثلا توی تایمی اینستال با ریجیستر بالایی مثلا 60 درصد میگرفتیم و اگر این میت نمیشد مثلا ما رو مثلا چرا با دی بی اینجوری دیل کردی چرا طرف که خوب نخریدی چی شده خب اینا همه سمت من بود دیگه من همینا باید اینا جوابگو میکرد جوابگو بودم واسه این بود و خب وقتی میت نمیشد هم حال روحی به هم میخورد هم جلسات تون تون برگزار میشد و همین که خب حس بدی دیگه تو نمیتونستی اون چیزی که اونا سمت تو هند. چقدر در مجموع تو اسپاتیفای بودی یک سال و هفت ماه کم چی شد اومد بیرون یا انداخت بیرون نه خودم اصلی خودم بودم چون همیشه سازمان رفته تو خودت باعث میشه رفته باد بشه دیگه گفتم ما کیپی رسونی به اون یه یورو در است داخل منا در از یه پروژکت ما اد شد پروژکت گرین که این پروژکت واقعا هنوز از انت بیزینسی مشکل داشت یعنی اصلا تو مرحله ای بود که هنوز تازه نمیدونستن اینا یه کانسپت داشتن که آقا ما کریتورا رو بتونیم عملا بیس منیجمنت بکنیم که بیاریم سمت خودمون کریتورا رو حالا اونجا بریم بهشون ان بدیم ما ان اف رو بفروشیم نمیدونم مثلا تو اسپاتفای بذاریم دست دیستریبیوشن چنلشون باشیم و دنبال قضیه مثل این کریتورا رو هم جمع کرده بودن مثل حالا کلاب هاوس که حالا خیلی اون مستر این سگمنت تر بود ما خی... این قبل فوکسش روی پادکست چیز چون اسپاتیفای رفت سمت پادکست خیلی جون خیلی سم آره اسپاتیفای در اصل بیشتر قبلش داره تا این قبلش همون زمان کلاب هاوس اومد دی. کلاب هاوس فکر کنم تقریبا دو سال اومد یک سال نیم اومد این قسمتی که در اصل ما شروع به کار کردیم خیلی دیگه واسه من جذابت بعد من تایمی که از اینا رفته بودم هنوز تو ایران نتفرک هم رو داشتم دیگه چون من خب وقتی شما تو تو سلز کار میکنی نتورکت خیلی گسترش پیدا میکنه با همه با دیجیتال مارکتر رو، مارکتی منیجر و با همه در ارتباطی من تایمی که از اینا رفته بودم داشتم با دارتم کم کنه میکرم اجنسه که ترافیک بخواه حالا اینجا دستم باستر بود چرا؟ چون این وقت داشتم با دی کار میکردم مثل اسپاتیفا بهش ریکوست میدادم که برای ایران هم ترافیک داری بعد خب اون نمیتونست مثلا به من بگه نه چون دست میدونه که من خیلی بسش در اسد ساخته بودم میگفت که بذار چک کنم بعد میگفت سنکشن نه این داستان داستان ولی به ترافیک ایران بدم و اینا رو آسته آسته بس به اون دست نتفورکی که توی دارت داشتم و به ترافیک و در به, به بیزنس ایرانی فروختم خب اون خیلی هی جذابتش شد من از یه مقطعی وارد چیز شدم گوگل از شدم و فهمیدم که تقریبا میشه گفت بیشترین حجمی که کار میکردم بحث گوگل از بود خب اونجا های من زیاد شد سنگین شد گوگل دو... از برای اسپاتیفای برای Spotify. خیلی سنگ همون اپ نکسوس اولا بیشتر ترافیکش همون گوگل ادز دیگه که اینا دی اس پی رو تقسیم میکنن مثلا یوتیوب کلی اپاس هاست خود در از استور گوگل پلی نه همه ترافیک مشروطا برای ایرانیا ها اولا این قضیه میشه گفت گوگل از رو انداختن اوایلش خیلی سنگیشون نشد ولی شما میدونی که متاسفانه به خاطر پیمنت ایران و شما اگه از کشورهای مثل ترکیه و دوبی پیمنت بزنی برای گوگل چون کشورهای زردی هستن پیمنتش ساسپند میشه آه. و اولا چون فکر اکات... کنم گیت‌وی خیلی از نام استرایپ استرایپ همون جلوشو میگیرم دقیقاً استرایپ یا حالا خیلی چالش دارندیم من این چالش رو حل کردم و حل کردم و انقدر دیگه اینور پر رنگ تر شده بود برام اجنس بیزینسی اجنس دیگه اکسپرت بشن اندیسی که مثلا تخصص خاصی نداشته ما تقریبا میشه گفت این کار رو استار زدم هی پر رنگ تر شد و ما تونستیم یه چیزی تقریبا میشه گفت 15 میلیون دلار برای ایرانیا استارتاپ ایرانی کسب کار ایرانی ترافیک گوگل بخریم یعنی اکانت گوگل ات رو شارژ بکنیم بخریم خب خیلی برای من پر تر شد جذاب شد اصلا چقدر علاقه بهش دارم بعد یه چیزی همیشه تو ذهنم بود شامش کار میکردم این که ایران تقریبا سالی فکر کنم این که آمار کردم درسته نه 20 میلیون دلار بودجه داره از از داره از اینا میره بیرون و یه جالبه تو میگم چیزی بین 8 تا 10 میلیون تقریبا میشه گفت ایرانی ها دارن از یوتیوب درآمد کسب میکنن چقدر 8 تا 10 میلیون دلار سال و این عدد واسه من خیلی عجب غریب شد که 20 میلیون دلار داره خارج میشه و داره 8 تا 10 میلیون داره وارد میشه خب من بفکرم که من میتونم پلتفرم یک چیزی بسازم که اینو احرامش بکنه و شما میدونی که دیگه اون ادسنس گوگل و هم دیگه اینا به هم ربط داره چون میتونی سرویس ها همه رو ام سی ان تشکیل بدی و ام سی سی تشکیل بدی اینا و بتونی قضیه پیمنتش رو حل بکنی برگشتم ایران که نصف بزنم برگشتم ایران که نصف بزنم و اساسش هم زدم و خیلی خوب داره میره جلو چی اینا یه اسم یه پلتفرم یه پلتفرمی که دارمش کار میکنم هنوز اسمش خیلی چیز نیست اناونسش <laughs> ولی یعنی داره خورد خورد داره این حوزه کار میکنه که الان مثلا ما تقریبا چون به صفحه نتورک هم بوده تقریبا شده گفت بوده تا مشتری دارم که داره روز ادورز با من کار میکنن یعنی به من پیمنت بحث پیمنت گوگلشون رو انجام میدم و اکانت بهشون میدم بدون این که چجوری این کار میکنی؟ اونا اکانت اونا رو میری شارژ میکنی؟ آقا. استفاده از راههایی که داره ولی چالش همه درآوردم این آ... تحریم دور زدن حساب میشه یا نمیشه میشه آره تحریم دور میزنیم ولی چون کانکشن که توی اون ات... درس میشه گفت اپ نکسوز اون داستان دارم اونا همه با من مثلا اکانت سس میشه من بهشون تو اسکایپ توی مثلا واتساپش تو کمتر از دو روز کاری برام اکانتو برمیگردونن اکانت های سنگی مثلا اکانت داشتم که مثلا توش پشتش 100 هزار دلار پول بوده اکانت ساسپند شده و من اکانتو برگردوندم و برگشتم ایران و همکاریم با دارت دوره ادامه دادم اونو از فکر تجربه شدم تیم جدیدم خودم اونجا تیم گرفتم تقریبا اون تیم الان شده ده, ده نفر تیم خودمه تو همین دو تو تا دارن کار میکنن هم بحث ادورد، هم بحث یوتیوب یوتیوب که دیگه مشخصه دیگه کسایی که تو یوتیوب دارن کار میکنن میخوان چنلشون به درآمدزایی رسیده میخوان پولشون رو عقب کنن واسهشون انجام میدم یعنی هم بهشون تضمین میدم که آقا چون یه تقریبا 5-6 ماه پیش بوده که از این کسی که داشت موزه کار میکرد من زنگ زد گفت که مهدی یه, چن... یه, کسی که اون دست بالا سری ما بوده ساسپن شده و تقریبا من دیمیست یوتیوب ما ساسپن شده و تو میتونی کاری بکنی؟ که بهش گفتم که خب اگه از سمت خودم بود داره ولی دیگه از سمت اوناست که میشه کاری بر متاهش شدم که اینا تونستن یه ای سری پیمنت های دست از کشور زرد داشتن چون شما ترکیه و دوبه خیلی حساسه گوگل رو این کشور و اگه پیمنت از داشته بشه ادسنس از اونجا ساخته بشه خیلی داستان داره که این چالش رو حل کردم دیگه این چالش رو حل کردم و هم یوتیوبر ها دیگه خیلیشون راحته بابت بحث پیمنت و این داستان ها و اینها هم کارموز هم خیلی کم تره خاطر اینکه من چیزی در از پولی جا به جا نمی کنم مثلا 6 هفته مثلا به صرافی و بانک و ها. همین که اون سیستم درست کرد بعد پلتفرمش میکنم که بتونم پلتفرم بیس باشه دیگه فقط هم دستی همه این سر دستیه بس بیشه. این وش خب پلتفرمش میکنم اون مثلا خیلی رو بردارن چی بس این همچنان کار میکنه یا فقط یعنی کار چارج چارج یعنی کار پیمنت یه جوری آره پیمنت ولی خب قطعا این پیمنت داره بهش ولی اضافه میشه دیگه ببین مثلا مثال میزنم من اکانتی که به شما میدم وقتی اکانت پیمنتش اصلا من باشه من اونرم دیگه خب این اکانت وقتی هشارژ میشه داره استفاده میشه به عنوان مثلا کسی که استارتاپ داری وقتی میدونی اکانت کاملا داره هی تو وقتی تو گوگل ادورز هی شارژ میکنی هی فیچر گوگل به تو تو باز میشه هی فیچر میده فیچر میده ری تارگتینگ نمیدونم اینکه تو حتی توی گوگل ارز خیلی سم میتونی تعریف بکنی هی هی مثلا این خب این اکانت میشه اسات من من اکانت به تو دادم که اسات ایجاد بکنم از اون طرفم دارم هی منیجمنت اضافه میکنم یعنی آدمای اکسپرتی دارم هایر میکنم که بیان منجمنت چون دیگه بحث منابع انسانی خود میدونی دیگه امثال چون که ایران طرمن عقب دیگه من مثلا خیلی روشا کرده دو سه سال دیگه هزینه منابع انسانی خیلی میره بالا تا حواسه بیزنس ها به خصوص اس ام ای ها با صرف نیست مثلا یه نیروی اد گوگل ادز کارن استخدام بکنن و بش مثلا مهم مثلا 20 میلیون تومان حقوق بدن ولی تو وقتی میتونیم مثلا من میتونم یه آدم از کار بزنم به 20 تا 30 تا بیزینس کلا کمک بکنه و انجام بده خب خیلی با صرفه تره و روی حوزه دارم خیلی کار میکنم خب اس ها خیلی واقعا مثلا من یه یه سنایه رو مثلا بهش رسیدم که این صنایع چقدر دارن تو گوگل از تو ایران دارن خرج میکنن صنایه مثل ماموت مثل اینا که تسن عجیب و غریبن صنایع مثلا صنعتی خب دارم با اونا خیلی اولا دیل میکنم که بتونم گوگل رو بگیرم هم منیجمنتشون هم بحث شارژشون هم بحث این داستانا و این پر رنگ تر شد من تو اسپاتیفای دیگه رقبت من به اینکه یه کار روتین انجام شد واقعا کارم شده به روتین یعنی کمپین کریت بکن میجر بکن تو مارکس نت رسد بکن چی شد سکسس شد دان تموم برو بعدی هی بعدی این قضیه واقعا اصلا تکرار شده بود و من واقعا دیگه حس خوبی بهش نداشتم که بگم مثلا اولش واقعا حس بود و تو واقعا حس خوب داری ولی آهسته آهسته شرکت بزرگ خیلی اکسایتینگ نمیتونه باشه باید. سخت اگه اون توی اکسایتینگ باشه و به خصوص اگر اینکه یکم تو زنت جرنالیست فکر بکنی کاملا ازش زده میشی ولی خب تجربه خوب بود ولی اینکه بگی تجربه واوی بود این سه جاهاش بود سه جاهاش نبود ولی کلا کسی میخواد مثلا تجربه شرکت بزرگ داشته باشه واقعا بنظرم من شخصی که خیلی نخواد همه تخم مرغاشو بشینه توی اون که مثلا آقا من فقط برم مثلا تو تیندر کار کنم فقط برم نمیدونم توی مثلا سیلیکون ولی کار کنم و وقتی که میره میرسه اولش یه دیپریشن خاص داری که آقا من بلد نیستم اینجوری اینجوری بعد اگزایتد میشه یاد میگیری بعد یه روتین میشه برات بعد میگن الان چیکار کنم که خیلی آدمایی که مثلا من باشون صحبت میکردم تو حوزه مختلف همینجوریان مثلا خود محمد که خیلی جاهایی بزرگ کار کرده بوکینگ کار... بوکین دات کام کار کرده بود دلیور هیرو کار کرده بود و تهشم الان خودش رو داره و فهمیده که به اون نقطه بعد برسه این کل جرنی یه قضیه راجع به ریتارگتینگ اسپاتیفای خاصی بگی که گفتی یه, پلات... یه... کاری کردن که میتونن جای دیگه هم ترکت کنن همون مارکت اتوماسیون دیگه ببین مارکت اتوماسیون ها ای آی شدن با دی یا همون جاهایی که ترافیک رو می مثلا تو الان گفتم دیگه مثلا شما یه آهنگ سرچ می‌کنی می‌بینی آهنگ نیست اسپاتیفای رو به هر دلیلی دیگه باز نمیکنی یا آن استال حتی اون از پشت اولا مارکت اتوماسیون یک کالبک میفرسته برای اون دی اس بیه که آقا این ادای رو اگر توی نتورک تو شبکه دیدی بهش این بنر نشون بده که این بنر مثلا مثال میزنه اون بنر دقیقاً محسوس سوال مثلا سوال جان الا اس تو مثلا نمیدونیم بعد این اسست هم جنریت میشد اتوماتیک یا نه یعنی تو مثلا یه آرتست رو رفتی دقیقاً اسست تو جنریت میشد دیگه دقیقاً مثلا آرتیست هم بگی تو بنر مثلا بیا طراحی کنی آقا مثلا تو آرتیست فلانی مثلا مثال جاستین بیبر رو خواستی بیا مثلا الان آهنگ جدیدش ریلیز شده و این اسست ها و اینا یه تیم دیزاین بشینه با فتوشاپ دیزاین کنه نه واقعا داشت آره دقیقاً این قسمت مارکت اتوماسیون که واسه میشد به میگم پشتش خیلی مهم بود که وصل بشه به چی به اون دی اس پی ها که این دی اس پی ها عملا کال بکنه که این یوزر رو تو اگر جای دیدی بهش این بنر رو نشون بده این قسمتی بود که ما خیلی واسه اول جذاب بود دیگه روتین شد و هش رو می‌کردیم هی, می هی کمپین دیزاین کردن اگه کمپین ریتارگتینگ اون خیلی ما زیاد بود و سگمنت و کوهورت رو تعریف میکنیم و بهش میگفتیم این حالا تویی که این دیتا ها رو میدیدی و اینا حالا چه تو ایران چه اونور بیشترین کمپانی که دارن تو ایران خرج میکنن کیان بیشترین کمپانی دارن خرج میکنن که مشخصه دیگه کافه بازار و اسنپ و دیجیکالا دارن خرج میکنن دارن خرج میکنن نه اولا لیدرای بازار اند دیگه اولا خوب مشخصه دیگه همشون این سری ونچر دارن دارن خرج میکنن و بیزینس های خب مشخصه همچنان دنبال اکوئر کردن یوزرن یا نه بیشتر بحث ریاکتیویشن و ایناست خب اونایی که دست اشباع شدن نه دیگه اونا قطعا دنبال روی اتریبیوشن و دست ریاکتیو کردن داستان هستن و دنبال اینا که این یوزر پیدا کنه حالا خیلی دقیق نیستن شاید ولی به حدی دارن این کارو میکنن ولی خب یه سری از بیزینس های جدید شده توی اون ونچر رو میاد بالا مثلا همون توزی مثلا مثل دیجی کالا که الان دیجی جت آورد بالا مثلا اونا واقعا اون اکوایر کردن دیگه واقعا دنبال که هی یوزر جت هی یوزر بگیرن هی یوزر بگیرن حالا که یوزر حالا من مثلا من خودم شخصا نمیدونم حالا چون من حالا به غیر مثلا پلاگین اد بلاک و اینا چیز دیگه ای ندارم من خیلی اد اینور اونور نمیبینم مثلا آی هم خیلی تبلیغ خور نیست میدونی این ادزا رو کیا میبینم یعنی می من همیشه خودم مثلا موقعم برای ریهون مثلا ما تبلیغ میکردیم و خب ترافیک هم میاد اینجوری این کجا رو نشون میدی ببین اسکرین شات هم میفرستادم مثلا تو این اپ وسط گیم اومده اینجوری که من نمی‌بینم خودم این همیشه سنسی هست که بیشتر همه کسایی که بیزنس اونرن همیشه هست آقا من تبلیغ خودم مثلا کی کلیک میکنه کی نصب میکنه ببین اوایلش که تو وقتی سنسی بهش فکر میکنی اینجوریه ولی دیتا به تو چیز دیگه رو میگه من خود همیشه حرف مثلا مثلا مثال میگفتم که کی میاد تو تبلیغ مثلا وسط بازی مثلا باید کلیک بکنه بره نصب بکنه بره فلان کنه وقتی دیتا اینو میگفت گفت طرف اومده مثلا تو بسط بازی کلش آف کلن یه عدی رفتی تو اون عده رو کلیک کرده اومده اینستا کرده همون لحظه هم فیس ارده گرفته و دیتای تو با دیتای دیتا سیستم عجیبه به خاطر اینکه چند بار برای خود من و توی هم چه اتفاقی افتاده چند تا از این اپ هایی که روی گوشی تو با تبلیغ مثلا من همه اپ هامو یعنی یه دوره با... طول کشیده تا از اینکه شنیدی 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 تا اپ رفتی گرفتی گرفتی ببین آخه ما مص... سمیت خاصی هستیم دیگه من هیچ وقت با این قضیه ما واسه نمیکنم مثلا من خودم واقعا توزی که اون زمان کار میکردم مثلا یه سری سگمنت ها مثلا مثلا دانشجو مثلا نگاه میکردم واقعا این کارو میکردن خیلی جاهاشون گفت مثلا من تبلیغ مثلا استفودو مثلا مثلا, مثلا تا وی پی ان دیدم زدم رفتم این قضا دور من چی داره چه جوری کلیک کردم نصب کردم مثلا بعدش یه اوردر گرفتم شده واقعا بعد یه چیزی یعنی اینا پ... اینا ویندو دارن یعنی یک تایم میذارن که اگر تو کلیک کردی ولی مثلا هفت روز بعد رفتی سرچ کردی هنوز کانورژن کامش تو بحث ادجاست تو بحث اینا این سری ویدیو تعریف میکنه که میتونه ترک بکنه خیلیش اینجوریه یعنی تو یه های کلیکی عادی کلیک ولی کانفلیک ایجاد نمیشه بین مثلا چند تا تول مثلا خب گوگل فراد دیگه خیلیش فراد گوگل یه چیز داره کانورژن یعنی آقا این اسیستنت این اسیستنت خودش نیست آره این چیزه یعنی این باعث کردیت رو به یه دونه چنل نمیده اول از تو اینجا دیده بعد اونجا دیده بعد این این اسیستت کانورژن سو که ببین توی وبسایت تو معنی میده تو گوگل آنالیتیکس اینو معنی خیلی تو اپ خیلی معنی نمیده تو اپ نصب به اسم کی میشمارن به اسم کسی که آخرین کلیکو کرده یعنی آخرین کلیک بود. خب این فراد خیلی داره و ادجاست و اپس فلایر و اینا دارن روی قضیه خیلی کار میکنن که ببینم یه ریدایرکت میندازه لاش آدش می و ادجاست داره خیلی سیستم داره میینه که آخرین کلیک از سمت کی بوده و چه گفت اول در از اول رو اینا کار میکنن بعد میان رو حوزه‌ای که مثلا 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 میزنم اجاز خیلی از سیستماش اینجوریه که استیکه خودش رو خیلی آپدیت میکنه ام. و میبینه که چه خبره چه جوریه کلیل از کجا آمده که کلیک فرستاده بعد ثانیه صدام ثانیه اینا رو از مچ میکنه و میتونه بفهمه که آیا واقعا این کلیک از هم تا این ات نتفرک اومده واقعا درست بوده واقعا نصب کرده نه و حرف منطقی ها ولی من میگم که چون من دیتا به هم همیشه اثبات کرده این موضوع رو خیلی جواب سنسی آره خود میگه کی نس میکنه کی میاد میبینه مثلا من یه اپی بود تو ایران خیلی جالب بود این کلیم دست گوشه اندروید فضای یه فضایی دارن که مثلا کرش و این داستان ها. یه اپی نس میکنن که این مثلا کلیم بکنه از داستان این اپی تو ایران سی میلیون بیست میلیون بیس یوزر داشت این با ما ارتباط کرد که آقا ما تو ایران مثلا اگه عده داریم ما کار میکنیم بعد ما تست رفتیم باهاشون مثلا شاید باورت نشه 40 درصد فرست اوردر داشتیم بعد میگفتم مگه میشه هم چیزی مثلا مثلا مگه امکان داره بعد با بیزینس چک میکردم میگم آره اوکی چه چنلیه میشه بیشترش بکنی خیلی چنل خوبه و واقعا مثلا به خودمون باور نمیشد با هم مثلا اپلیکیشن انقدر کامپرت داشت واقعا با تست کرد باید تست کرد تو باید اون به عنوان بیزینس اونر باید بحث آنالیتیکس رو درست بکنی یعنی باید بک تو یه جوری درست بچینی که واقعا اون عددی که میبینی واقعی باشه که اون عدد تلگرام سنشته بشه یا حالا این خیلی مهمه از جنس بیزنس رو تو اگه آنالیز درست بکنی اگر اون بک تو درست بکنی که خوب دیتا رو بتونی مچ بکنی دیگه نباید نگران چیزی باشی ها با همه ایجنسی ها هم هارد کیپی کار میکنی آقا من کیپی مینم هارد کی مینه این عدد زدی نوش جونه نزدی خدا نظرم اپل چیه اپس تو ترک الان خب برای خیلی آره. دیتاتون رو کم میکنه دیگه خیلی کم میکنه ولی خب ببین م... م... میگم اد ها خیلی عملا به این قضیه دارن کمک میکنن اون جاهایی که از این دیتا گدر میشه ببین خب ببین پس این پس این داستان که تو میگی توی یه اپ کلینه مثلا از این اپ های زرد مثلا یه تبلیغ میری این همه این سا میگیره پس دیگه کانسپت پرسونالیزیشن دیگه خیلی این تو معنی نمیده یا چی تو یه اپ یه رندوم کلی هم آدم اینستال یعنی اینکه حالا من این اپ رو کیتر بکنم فقط برای تو ببین آخه تو اینو معنی نمیدم چیزی آخه چون این اپ بس به یه دی اس پی که این دی اس پی مشکل ایران چیه در اصل مشکلش اینه که ترت پارتی همه ایرانی یعنی یا متریکسه یا اون چیه اتریس یا حالا مثلا یه دونه خارجی اومده که مال یاندکس اپ متریکال اپ متریکای خوبه مثلا که این دوتا تو وقتی این سرویس استفاده میکنی نمیتونی از اون پشت یه جورایی کال بکنی که آقا پرسونالایز بکن این ادو بفرز اینجوری باشه یا مثلا این کار رو انجام بده و این باعث میشه که تو دستت بسته باشه مجبوری هی ترافیک مثلا بالک بخری تست کنی هی اینجوری کنی اما اون طرف تو میتونی واقعا پرسونالایز بکنی واقعا این ادو نشون بده مثلا رنگ حتی تو مثلا به اون سگمنت که رنگ بدی آقا مثلا این یوزر مثلا 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 رنگ صورتی رنگ آبی مثلا ایمیلی که میفرستی تو این رنگ بشه و همه اینا میتونی پرسونالایز بکنی ولی این ور دست و بسته است چون همش میخوری به این سیستمایی که یا تحریم یا نمیتونی استفاده کنی یا عملا زیاد با نیست که تو بتونیش استفاده کنی و تو دیتا رنج حقوقی های چقدر بود یعنی بخوای خود چقدر داشتی بعد اون جذابیت اینکه داشتی یورو میگرفتی الان اومدی ایران اول این نرفته ببین رنجشون تقریبا میشه گفت اکسپرت ها پنگزار تا هست پنگزار تا چی یورو پر مانث؟ پر مانث سالیانه اکس... چقدر هم همون تا هفت و سینیورو هم یه گفت هفت تا 8000 تا یورو خیلی معمولی معمول کامپتیتیو هم نیست حتی ولی سی لیولش خیلی اولا سرچ کردی اون سی یو او اس سی یو تو دنی 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 اون میدینش یا او نه اصلا من کلا یه بارم ندیدمش میگم اصلا اونا خیلی میگم اون تیم اصلی در اصل اسپاتیفای اون تیم لیبل و تیم خب خیلی جالبه چون تو اسپاتیفای خیلی پروداکتی هم هست یعنی پروداکتی هم هست و کلا اصلا تو تیم انجینیرینگ نوعی که تیماشونو اسمبل میکنن و اینا یه خیلی تیم انجینیرینگ و پروداکت اسپاتیفای مثال میزنن خب چون بچه شاید شاید بلاگ نوشتن و یه پی دی فایل دادن که مثلا اینطوری ما yeah. تیما رو چیدیم ولی خب جالب میگی ولی از اون یه بیزنس دیگه یعنی دو تا بیزنس انگار <تصفح> یه <ایه> بیزنس, <تصفح> بیزنس پروداکت یه بیزنس لیبل بیزنس لیبلشون خیلی براشون جذاب اصلا کل پول اسپات از در میاد دیلای که با میکنن دیلای که با سینگر رو میکنن دیلای که با پادکستر کل رونیوشون همین سابسکرپشن و سابسکرپشن اد و لیبل ها پول میدن یعنی درصد میگیرن دیگه مثلا مثلا درصد درصد اونو اسپاتیفای رو پی میکنن با. ولی بابت اد یعنی از چیزش میده از عدی که خودش که میگه و خ... سابسکرپشن این دوتا تا بز بزنس مدلشون و اون بیزنس ها فار خیلی برشون جذب چون رقیبشون هم دیگه مثلا الان ایونی... مثلا یونیورسال واقعا براش مثلا بهتره که مثلا با دیزر بهتر دیل بکنه یا با مثلا اپل زندن مگه اونا اصلا دیزر, دیزر و اردیو و نمیدونم دیزر داره خوب کار میکنه اسپاتیفای با کلاود هم باید فکر بس... نمیکنم ساوند خیلی بوتلگه بوت... آره ساوند دیزر هنوز بعد نیست خود دست آمازون خیلی توی آمریکا جدیه آمازون موسیقی خیلی آه. در اصل اگه بچا همیشه دغدغش که میگه مدام اوناس میکنه آمازون او یه دونه یه مقدار چیز میکنه دیگه یه با یه پرایم داره 20 تا سرویس میده 20 سرویس میده آره اونا بچا و خود ببین مثلا ما تو آسیا دستی که سهام دارم که تن خودش یک استریم میگه موزیک خفن دیگه خب مثلا مال بچا مثلا میگفتن ما زیاد وارد بازار نمیشه اما خود تن خودش فکر کنم مثلا این که شیر خیلی خفنی داره دستی که درسته تاش یکی ها در اصلی که از استاکشن شرایه در اصلی داره ولی همین خود تنسنت خودش خیلی جذابه یعنی اصلا داره همین جو داره تو کشوره آسیا آره اصلا یه میری تشمیل اصلا بازی باز. استارتاپ های یه جا دیگه اتفاقای دیگه, دیگه, دیگه داره میفته یه سری دیگه دارم پول جابجا به جا, جا اصلا خود تنسنت خودش یه نمونه واقعا عجب که من اصلا عاشق تنسنت هم اینقدر خفن هم. انقدر اصلا اینقدر سیستمشون قوی و خفن و خوب و همه چیشون درست هم که به نظر من ببین اسپاتیفای خیلی تمرکز بیشترش شروع رفته رو سمت همون پروسش که واقعا تمرکز داشته و بوده ولی بیشتر آخه سی هم عالیه یعنی عالی من واقعا انقدر اسپاتیفای منو میشناسه به من پروپوز کنه ja. من میگم بله یعنی با... واقعا من یه پلی لیست دیگه آره من با پلی لیست همش میگم هم پلی لیست خودش چیز سربلند بیرون ازش و از اون طرف بحث لیبل ها و اینکه مثلا بتونه آره. خوب دیل بکنه و کرده تونستم بکنه دیگه بس بس بکنه. هم بزرگترین مشکلی که من آی میم آیمی. آی یه سرویس خیلی خفن بال بود که من خیلی دوستش می‌داشتم می‌داشتی آره نیست دیگه آه. فیل شد خیلی اینا قدیمی یعنی که دارم بهت مثلا اسپاری اینا وجود نداشت بعد فاوندرش هم فاوندر خیلی آدم باحالی. اون پلی لیست تو می‌تونی از آهنگا پلی لیست بسازی و پلی لیست کنی آره مثلا چیزا خیلی باحال بود یعنی پلی لیست اون پلی لیست رو شیر می‌کردی اسپاتیفای هم نمیدونم مثلا اگه اسپاتیفای یاد باشه اصلا اول با پلتفرم با بازی پلتفرم اومد تو میتونی رو اسپاتیفای اپ اینستال بکنی و یعنی بهت میگفت آقا یعنی اسپاتیفای آیدیاش برنامه‌اش این بود که آقا دیتا آهنگا مال منه لایسنسینگاش مال منه حالا تو هر کاری میخوای با میوزیک مکش اومده بود روش مثلا لریکس گذاشته بود که الان اومده اومده تو خود اپ نمیدونم آرتیست های دیگه اومده بودن مثلا بنزین تاون وصل واسه آرتیست های که داشتی گوش میکردی میگفت اینها الان مثلا دارن میان شهرت کنسرت بزنن یعنی این مشکل این که تو بری با لایسنسینگ دیل بکنی و حل گفته بود کرده بود من ای پی آی شما برید استفاده کنید هر شبت. کاری با این بکنید نمیدونم خیلی هم باحال بود ولی فکر می کنم بر اساس چون وقتی تو پلتفرمی و پلتفرم رو باز میکنیم و کلی کار باحال مردم میانوش میکنن ولی اکسپریانس رو تو از دست دی دیگه ای تو زی اکسپریانس و هر کی میاد با اینترفیس خودش و اپ خودش و کالچر خودش چیز درست, درست میکنه من نمیدونم چی شد که اسپاریفای اپ اصلا اپ استورشو بست بست یعنی اصلا اسپاریفای خیلی سال پیشه آره خیلی سال پیشه بعد فوکس کرد روی فقط بردم. پروداکت خودش و موزیک و لیسنینگ اکسپریانس آره. ولی باگیه هنوز یکم مثلا وقتی قسمت پادکستش که بعد باگی پادکستش آره دارن کار میکنن دیگه آره. اصلا تمرکزشون الان خیلی دیگه است تو به خاطر پادکست خیلی رفته بالا آره, آره. خیلی طرف همون پروژه گیرون خیلی تمرکزشون رو روی پادکست که اصلا با این از این حوزه رو بتونی اولا روش کار بکنی ولی خب میگم من خودم فکر میکنم الان گیرون یه شکست خورد از پروژه پروداکت فیلد اصلا ما ندیدیم همچین چیزی بیاد بیرون که بخوایم دوزیش ده... بده کلا این چه شبیه گفتی کلاب هاوس میمونه مثلا کلاب هاوس تو میتونیم یعنی ولی سوشیال یعنی همه برن توی اسپاتیفای حرف بزنن یا نه تو رو حرف بزنن آره دیگه تو میتونی کریئتوری تو می با این کار اسپاتیفای نیست اصلا اصلا نیست اصلا تو به به با این فکر نمی‌کنی دقیقا دیگه من می‌خواستم می‌خواست بکنه میخواست فن پیج مثلا آرتیست ها رو کریتورای تو جمع کنه یه مقداری می‌خواد سوشال بشه. بشه مثلا الان سر پادکست مثلا جروگن اینا که رفتن یه سیستم کامنتینگ من نیست دقیقاً من الان بحال ترین قضیه با کامنت ها بود خیلی کامنتی رو سازه کار میکنن ولی فکرم نه میکنم اونو برده رو آره ولی تو میخوای روی اپیزود کامنت بذاری یا رو یه حرفی یه آره. و اینها رو نمیتونی الان بکنی یا بخوای تیکر شورت کلیپ درست بکنی یا مثلا الان چه میدونم ویدیو که اصلا افتضاحه مثلا من خود من چون سرویس انکر استفاده انکر. میکردم که الان سپاریفای خریدتش آره. الان تازه ما رو بند کردن آره. ایران رو بند کردن مثلا به من ارلی اکسس داد برای تست ویدیو, ویدیو. و من ویدیوها رو میذارم ولی چون خودم ویدیو ها رو نگاه میکنم روی سپاریفای خیلی لگ میزنه و می بر میگرده عقب دور از اول شروع میشه اینجا که هی بابا با. یعنی خودم دیگه دور بیخیال شدم ویدیو هایمو بزنم رو سپارفای دیگه الان فقط ویدیو هایمو روی رو یوتیوب, آره. اونجا دیگه دیستروب میکنه دیگه آره آره دقیقا همین مسیری هست که میگی ولی خب میگم روم پروژه, پروژه خیلی جدی بودن روی رو روم ولی احساس میکنم که دیگه واقعا رو پروژه فیلن. چون واقعا ام. پروژه نیست که اون داره میسوزه داشتی نشد یک بعدی دیگه آره دیگه اینقدر میزنی که یکیش بگیره ولی خب این مسیر مسیر جرنی بود که بعدی دمت گم خیلی حال داد خیلی حال داد من اتفاقا این دوتا موضوع اکوزیشن و مارکتینگ و اینا خیلی برای من جذابه من با هر فاوندری که صحبت میکنم اتفاقا چلشته. نه خید... اینا رو دیدی چشت باز شده بعد تخ میکنی میری استارت بزنی میدونی چون اه. بازی اومده دسته مثلا من با دوستم صحبت میکنم و اینا میگن چیکار کنیم حتی اینا مثلا میگم برو گوگل از کیورد ریسرچ بکن مثلا اینجوری ببین چجوری میتونی کانورت بکنی میگه اینو خوب میدم این یارو برام میکنه میگه نه داداش اینو ف... اینو تو باید بفهمی داشبوردش رو تو باید ببینی نمیتونی بری آدم هایر کنی این کارو برات بکنه دلید. این کار توئه خودت باید بکنی من الان واقعا تو بس... یعنی تو این حسی هم که هر چی رو بخوام میتونم بگم یعنی آره. اصلا برای مهم نیست دیگه تو هر همین میگم میگم بیزنس تاش بازی یه بازیه, بازیه. میدونی یعنی تو تو جلو داشبورده ای و حالا مهم نیست که داری غذا میفروشی داری آهنگ میفروشی داری کباب میفروشی داری تلویزیون میفروشی پشت داشبورد فاندامنتالز چیز سیم دقیقا. دقیقا و اینجوری خیلی دیدم با سر شده و واقعا حس خوبیه تو کتاب پلتفرم اسکیل رو بخون خیلی کتاب به جالبی بهت میاد من یه پادکست گوش میدم خیلی خوب بود چرا مال هافمن بود بیس اسپلیت اسکیلینگ نمیدونم آره آم عوض شد اسمش نمیدونم دیگه نیست نمی شد اسکیل از... اف بلیت نه. هم چیزی شد مال چیز دیگه مال همین فاوندر لینکدین لینکدین آره آم... این خیلی به حال میداد اصلا کلا تجربه ای که میگفت ولی آره نمیدونم میاد یا نه من اون خیلی وقت گوش نکردم من یه هوای بیلت دس خیلی دوست داشتم یعنی خیلی وقت اونا رو گوش نمیکنم چون عوض میشه عوض میشه که گوش میکنین عوض میشه ولی دوباره برمیگردم آخه یه مقدار از ماکم ایرانم اومدم میدونی چون مثلا همیشه رو لو دیتا مود هم هستی ولی اونجا آره اونجا مثلا هی تون داره خوش دانلود میشه و نوتیفیکیشنش میاد و میدونی اینجا یکم دم دستر اینجا دم دست نیست, نیست اصلا آره اینجا دم دست خیلی نیست آره این چالش های غریبه ولی همین دیگه ولی دنیای مارکتینگ و ادزم داره عوض میشه کلا آره اتک داره خیلی عوض میشه خیلی اصلا دنیای جالبی تری میشه اصلا همه چی تغییر میکنه گل... رو متاورس ده. آره دیگه اونجا بریم اونجا بریم بنر بخریم آره ببین خلاصه هم دمت هم خیلی حال کردیم ان که این کمپانی تام یواش هاش اسمشو رو بهمون بگی و بعدش بعد هم ما میگیم ازت ترافیک بخریم ان شاءالله دمت گرم دمت است